عرض درود و احترام دارم خدمت تمامی همکاران عزیز و تمام بینندگانی که ما رو از طریق لایو یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده میکنم. خوش آمد میگم خدمت شما و مهمان عزیزمون خانم شهره محمودی گرامی که امروز در واقع این جلسه با کمیته پژوهش برگزار شد. کمیته پژوهش برگزار خواهد شد با موضوع عوامل اتحاد و همبستگی در اعتراضات سراسری که بسیار موضوع قابل بحثی هستش که حتما از دوستان عزیز شرکت کننده میخوام که حتما بعد از اینکه صحبت‌های خانم محمودی رو شنیدیم در این بحث مشارکت داشته باشن و من وقت شما دوستان رو زیاد نمیگیرم و مایک رو در اختیار خانم محمودی گرامی قرار میدم، صحبت هایشون رو بشنویم، بعد ادامه جلسه رو با شما دوستان خواهیم داشت. خانم محمودی گرامی درود بر شما، بفرمایید. خواهش درود خدمت همه همکاران عزیزم، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. یک سلام گرم دارم به افرادی که از طریق لایو دارن ما رو میبینن یا افرادی که در آینده این ویدیو رو خواهند دید. امیدوارم که گفتگوی خوبی شکل بگیره و بتونیم همگی دست پر از این گفتگو بیرون بریم که مطمئن هم هستم با حضور دوستان و همکاران عزیزم حتما همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی در این مسیر تلاش خواهیم کرد. موضوعمون در مورد اتحاد و همبستگی در انقلاب یا اعتراضاتی که در پیش داریم. اگر به من اجازه بدین ما یک قدم برگردیم به زمانی که این اتفاق افتاد و این انقلاب شکل گرفت و یه ذره مرور کنیم، بیایم جلو ببینیم چه شده و حالا از دل اون در بیاریم چه چیزهایی باعث شده که ماها رو دور هم جمع کنه و چه اتفاقاتی باعث شده که ما رو هی از همدیگه دور کنه و هر کدوممون مطمئناً یک تجربه های جالبی در زمانی که کنشگری می کردیم و فعالیت خودمون رو داشتیم تجربه هایی داریم که هر کدوم اون تجربه ها بسیار بسیار گرانبها و گرانقدره و می تونه در مسیر این مبارزه به تک تکمون کمک بکنه. مهسا امینی با مرگش باعث یک اتحاد و همبستگی در ایران شد. چیزی که به نظر خود من سالیان سال بود ما نداشتیمش و جمهوری اسلامی با اون تفرقه انداختن و دور کردن ماها از همدیگه تونسته بود اهداف خودش رو پیش ببره. مرگ مهسا باعث شد که ماها دور همدیگه جمع بشیم و به یک اتحادی برسیم و دلیلش اون دلیلی که من خودم بهش حالا اشاره کردم در یک یادداشت و مقالم و در کانون هم یک سخنرانی در این موضوع داشتم، برای خود من همزادپنداری بود. فکر کردم اون همزادپنداری بود که باعث شد ما بیاییم و در این مسیر راه بیفتیم و این قتل حکومتی رو تبدیل کنیم به اعتراض و الان صداش رو به گوش دنیا برسونیم و الان بگیم که ما با انقلاب نوین و یک انقلاب ملی روبرو هستیم، چرا که من فکر میکنم این انقلاب کانسپتش، موضوعش، بحثش تبعیض هست. چیزی که توی این مسئله و توی این همبستگیه و اتحاده بلده تبعیضیه که به مردم ایران در این 43 سال به شکل‌های مختلفی به صورت سیستماتیک روا داشته شده. مهسا امینی که نماد و سمبل این انقلاب باشه و شعار زن زندگی آزادی که شعار این انقلاب هست و سمبولش هست، یعنی شعار اصلی اون هست و ما شعارهای دیگه‌ای و هم نمادهای دیگه‌ای و شهیدهای دیگه‌ای رو هم در این انقلاب داریم، در وهله اول یک زن بود و خودمون خیلی خوب میدونیم که یکی از این تبعیض‌هایی که من گفتم مفهوم
این انقلاب به نظر من تبعیض میتونه باشه، اون کانسپت تبعیض جنسیتی هست که در ایران وجود داره و جامعه آماری که ما باهاش روبرو هستیم، جامعه آماری که مورد تبعیض جنسی و جنسیتی قرار گرفته از لحاظ اعداد و ارقام وسیع و گسترده است. یعنی ما میتونیم به قطع یقین بگیم نیمی از زنان جامعه ما با این مسئله همزاد پنداری کردن به خاطر تجربه زیستشون، به خاطر این یک مسئله بود. و مهسا امینی خب یک کرد بود و به خاطر اتنیک بودنش خیلی از افرادی که در جامعه ما دارن زندگی میکنن از اونها هم با این مسئله و این حالا اجحافی که بهشون شده خیلی جاها همزاد پنداری کردن. و مهسا امینی یک کسی بود که از لحاظ مذهب سنی بود و ما میدونیم که ما در جامعه ایران مثلا رئیس جمهور فقط میتواند یک فرد شیعه باشد. حالا این تبعیضها خیلی زیاده، ولی اونجا هم مطمئنا بخشی از جامعه ما احساساتشون، ظلم هایی که در این مدت بهشون شده و براشون یادآوری شد و گفتن که همزاد پنداری کردن، انگار زخم تازه شد. و مهسا فرزند کسی بود؟ ما از سال 67 و از بنای جمهوری اسلامی شاهد قتل‌های حکومتی، اعدام‌های حکومتی و قتل‌های زنجیره‌ای و به شکل‌های مختلفی با این مرگ‌ها روبرو بودیم در زندگی خودمون، نه همسایه‌مون، فامیلمون، قوممون، شهرمون، اینها رو به عینه دیدیم. و این افراد هم اومدن و در این قضیه همزاد پنداری که من فکر میکنم باعث اتحاد ما شد همراه شدند. و از بیرون فقط میگن مهسا، میگن ژینا نماد ماست، ولی شما فکر کن و ببین کی باقی میمونه، الان کی باقی میمونه، کی میمونه توی ایران که دلش به درد نیامده باشه و نخواد یک فریادی بزنه، نخواد یک صدایی از خودش در بیاره، نخواد اعتراض کنه، آهش بلند نشه. فقط به نظر من اون مسئله ملت و امت دیگه. ملت ایران همه دردمند هستند و امت، اگر بخوایم بگیم سران حکومت و افرادی که سرکوبگر هستند و تعداد قلیلی هستند و اسلحه به دست هستند، اونها در یک سمت قرار گرفتن و ما مردم در سمت دیگر قرار گرفتیم. و اینجا بود که دیگه مرزها برداشته شد، ما شدیم ایران، دیگه بلوچستان، دیگه کردستان، دیگه خوزستان، دیگه تهران، دیگه شیراز، دیگه ترکیه، استانبول. خیلی عجیبه، میگیم که محمد اسماعیلیون 150 تا شهر رو ماهایی که بیرون نمیتونستیم در اپوزیسیون در کنار هم دیگه باشیم رو میتونه جمع کنه با پرچم‌های مختلف و این اتفاق بزرگ در برلین بیفته و قبلش در شهرهای مختلف، چه چیزی میتونه باعث همچین اتفاقی شده باشه؟ ببینید اینها همه اون چیزایی بود که تو دل ما بود و ما وقتی که و تونست ما رو متحد کنه و تونست یک نماد باشه، اصلا عجیب، تونست ما رو به هم گره بزنه و شعار زن زندگی آزادی تونست بیارتمون زیر این پرچم قرارمون بده. و ما برگردیم به 50 روز قبل ببینیم توی حافظه تاریخی 50 روز قبلمون چه اتفاقای افتاده. آیا ماها همون آدم های قبلی هستیم؟ آیا دنیا داره ما رو مثل 50 روز قبل میبینه؟ آیا واقعا فکرشو میکردیم سلبریتی ها و سیاست مدارها و فعال حقوق زنان و جامعه و رساندارها بیان و این تصویر جدید رو از ما ببینن که 43 سال ما رو با رئیسی و امثال اون داشتن توی دنیا پرزنت میکردن؟ دنیا هم با یک مسئله تازه روبرو شد و از همه مهمتر اون هماهنگی که حالا خودمون هم بهش میگیم خرد جمعی، ها بهش میگیم این هوشه، این چی شد، چطوری شد که تک تکمون اومدیم و
فکر کردی من یک صدام، من یک رسانم، الان من چی کار میتونم بکنم؟ من خودم رو دارم، یه قدم باید بردارم. پا شدیم، شروع کردیم به تلاش کردن و حرکت دادیم، این بدنه رو حرکت دادیمش، انگار که این جنازه ایرانمون رو که از هر جوری جامعه، یعنی جوامع دارن تلاش میکنن که برن توسعه یافته بشن، ولی متاسفانه این 43 سال جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده برای توسعه نیافتگی ما، یعنی همه چیه، محیط زیست ما رو، استعدادهای ما رو، پتانسیل هایی که داشتیم، همه چیز رو از هم پاشونده و همواره و همواره سعی کرده با تجزیه کردن ما، یا مثلا این فکر رو انداختن که بترسید از اینکه ما تجزیه بشیم یا این افراد تجزیه طلب هستن، ما رو از همدیگه دور کردن، که اینها همواره توی اتاق فکر جمهوری اسلامی بود، ولی این بار نتونست ما رو به دام بندازه. و توی چند مورد من میام میگم که کاری که توی اتاق فکر جمهوری اسلامی افتاد، میبینیم که باز برمیگرده به همون اتاق فکرش که میخواد مانورش رو تجزیه بده. و ما خیلی این روحیه ملیگرایی رو داریم، چون که ما تاریخ داریم، ما عاشق، یعنی به این فرهنگ اومده در ما، ولی ما مغول ها رو هم داشتیم، ما حمله های زیادی به همون شده، ما جامعه، ما مردم ایران، و این یه صفتیه که ما مردم ایران داریم. همیشه این ما رو میترسون از اینکه روز اول مثلا اومد کردستان رو زد و میخواست بگه که این کردها تجزیه طلبن، که بعدش بخواد سرکوب کنه. هوشمندانه به نظر من اعضای کرد برخورد کردن. گام دومی که برداشت، پاشد رفت کنار رود ارس، بلوچ ها رو اون به اون شکل کشت برای اینکه میخواست تجزیه طلبی رو بهشون بزنه، و اومد توی شاه چراغ هم یه قتلی رو انجام داد، باز اینم ربطش داد به داعش. ببین 4 تا عملیات رو انجام داد که این رو بزنه پای تجزیه طلبی، و هر فعال مدنی رو هم که ما داریم میاد روی همین بحث تجزیه طلبی میذاره و میخواد اینو جلو ببره. ولی مردم آگاه شدن، یعنی یه ذره هایی هم توی بازیاش میفتیم، تو دامش میفتیم، ولی هی انگار خودمونو جمع میکنیم، دوره هم جمع میشیم، هی دست به دست هم میدیم و میگیم نه ما جلو بریم. و اینا چیزی بود که توی اتاق فکر جمهوری اسلامی بیرون اومد و باز هم بیرون میاد، یعنی باز هم فعالانه افرادی که سایبری هستن میان و این کارها رو میکنن، و ما از گزند اونها به دور نیستیم. و من اینجا دوستم بحث رو تموم کنم، یعنی بحث رو باز بذارم، و از این به بعد ما شروع کنیم روی حالا این مقدمه‌ای که همین جوری من جسته گریخته به ذهنم رسید حرف بزنیم، و در ادامه ببینیم چه چیزهایی میتونه ماها رو به هم نزدیک کنه و چه چیزهایی دور کنه. میتونیم در مورد شعارها صحبت کنیم، میتونیم در مورد دیوار نویسی ها صحبت کنیم، میتونیم در مورد احزاب و اپوزیسیون صحبت کنیم، میتونیم در مورد فعالیت ها، میتونیم در مورد کنشگرهامون صحبت کنیم، فعالان مدنیمون صحبت کنیم که در دنیا دارن ما رو نمایندگی میکنن. مثلا این اتفاقی که به زیبایی افتاد و نازنین بنیادی و شیرین عبادی، انقدر خوب نازنین بنیادی در 10 دقیقه اینقدر خوب صدای ملت ایران بود و اینقدر خوب ماها رو نمایندگی کرد که در مقابل کسی که نماینده جمهوری اسلامی بود و اونجوری حرف زدنش، حداقل من افتخار میکردم که نماینده ما میتونه فردی مثل چیز باشه. بعد از این همه سرکوب هایی که زنان در جامعه داشتن، یعنی همواره سرکوب کرده زنان، میتونیم به تمام این موضوعات بپردازیم، میتونیم به برلین بپردازیم و مسائلی که حاشیه هایی که در برلین اتفاق افتاد و مسائلی که برای کنشگرهای مدنی ما، که من اسم نمیبرم، حالا بعد شما خودتون دوست داشتین با اسم یا بدون اسم بگید، میتونیم به همه اینها بپردازیم و تجربه هامونو بگیم. مرسی از اینکه این مقدمه شلخته رو از من پذیرفتید. مرسی خانم مهبادی، ممنونم از شما، ممنون از صحبت خوبتون. خب از آقای شایگان شروع میکنیم، ما در اختیار شما و درود آقای شایگان گرامی بفرمایید. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیزم. خانم مهبادی خیلی ممنونم، من تو بسیاری از صحبت های شما با تو موافقم و میخوام یک دو سه مورد رو اضافه کنم به حرف های شما. شما به درستی برگشتید به 52 روز قبل و
شروع جریان، من میخوام بگم برگردیم 55 روز قبل و زمانی که ژینای عزیز توسط سرکردگان جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بیمارستان انتقال پیدا کرد و اون خانم عکاسی که عکس گرفت، اون خانم خبرنگار، این خیلی کمتر بهش پرداخته شده. دو تا خبرنگار، حالا اسمشون من الان فراموش کردم، بله، بعد این دو تا خبرنگار فکر می‌کنم خیلی در حقشون جفا شد، یعنی اصلا بهشون پرداخته نشد، چون اگر اون خانومی که توی بیمارستان عکس گرفت و اون خانومی که از مراسم ژینا خبر تهیه کرد، اگر این دوتا نبودن، چه بسا اصلا ژینا مثل بسیاری از دختران دیگه جونش رو از دست میداد و هیچ کس هم خبردار نمیشد مثل خیلی های دیگه. بنابراین خیلی مهمه که اینو حتما در نظر داشته باشیم. در مورد تبعیض ها صحبت کردیم، کاملا با شما موافقم. تبعیض ها در برای خانوم ها مخصوصا، نه فقط تو این 40 چند سال، که در چند قرن، من دفعه پیشم توی یه صحبت دیگه گفتم چند قرنه، قرن هاست که زنان مورد تبعیض قرار میگیرن، چون چند قرنه که اصلا ما در جهان جامعه مرد سالاره نداریم و این برابری هیچ وقت شکل نگرفته. حالا یه وقتایی شروع شده که یک کنشگریایی انجام شده، ولی خب همیشه اسلحه و زور و رسانه و پول و همه چی دست اوناست، بنابراین گاهی خفه شده این اعتراضات و جنبش ها. حالا تو اروپا، تا اروپا کشورهای پیشرفته، تا یه بخشی تونستن خانم ها حقشون رو، تا یه بخشی، من بازم میگم تاکید میکنم نه کامل، تونستن حقشون رو بگیرن. اما در مورد تبعیض فقط در مورد خانم ها نباید بگیم، حداقل در این جنبش متاسفانه من خودم شاهد خیلی تبعیض ها بودم. همه عزیزان، همه جان باختگان شهدا برای ما، برای من حداقل خیلی عزیزم. البته من صدقه خانم ویرجنی هر وقت تموم شد بگیم که بعدش دوباره وقت بگیرم. همه جان باختگان شهدا برای ما عزیزن. خب پس من یه وقت دیگه میگیرم. نه، آها، طولانی تر از نیم دقیقه است تقریبا، یا نه تو سی آره، آره. من دوباره وقت میگیرم. اوکی، باشه. نه، من دوباره وقت میگیرم. اوکی، باشه. آقای حمزه‌زاده، بفرمایید، شما رو میشنویم. درود و عرض ادب خدمت همکاران و دوستان و همچنین خانم محمودی عزیز. ممنون بابت مقدمه که ارائه دادین. خواستم در تکمیل حرفاتون بگم که این انقلابی که در حال حاضر داره اتفاق میفته، خب خیلی به قول آلمانی ها ناختایل و فویتایل داره. این ناختایلش اینه که خب خیلی از عزیزاشون رو دست دادن، خیلی جونشون رو دست دادن و بیشتر خانواده ها عزادار شدن و این قسمت زشت این موضوع یا قسمت ناراحت کننده شده در واقع. ولی خب قسمت خوبش هم اینه که من خودم شخصا این اتحاد رو بین ایرانیایی که مقیم خارج از ایران هستن به وضوح دیدم. اون روزی که ما داشتیم می‌رفتیم برلین توی قطار، من یادمه که قبلا وقتی ما یه ایرانی می‌دیدیم، حالا اصلا که ما پسر مجرد هم هستیم، خیلی فاصله شون رو حفظ می‌کردن و اصلا مشخص بود، آدم احساس می‌کرد اون انرژی رو می‌گرفت. ولی این بار جالب بود که با 3 تا خانواده نه تنها دوست شدیم، حتی یکشون شب اومد خونه ما مون چون نمیتونست بره و این اتحاد خیلی جالب بود. و یادم توی یکی از ایسکاها یه آقای ایرانی بود که وایساده بود جلوی اون شهری که بود توی همون بانهوفش و به همه ایرانی ها تعارف میکرد، واقعا هم جدی تعارف میکرد، میگفت بیاین خونه من امشب، مشکل نداره، من خانومم هست، دخترم هست، میتونیم ازتون پذیرایی کنیم. و من اون لحظه خیلی خوشحال شدم و حس کردم که این انقلاب در واقع در کنار چیزای بدی که داره، خیلی چیزای خوبی داره که ما واقعا داریم بهش میرسیم و هر روز داره بهش اضافه میشه. الان یه مورد بود، توی موردهای دیگه هم اتحاد داره شکل میگیره و یه جورایی حس میکنم که هرچی بیشتر میگذره این اتحاد بهتر و بیشتر میشه و این خیلی جای خوشحالی داره و خواستم این موضوع اضافه کنم به حرفتون. ممنونم که ما رو در اختیارم گذاشتید. مرسی آقای حمزه‌زاده، متشکرم از شما. خب آقای شایگان، مجدد میشنویم شما رو، بفرمایید. ببخشید من بر شما ممنونم و عذرخواهی میکنم که من دوباره میکروفون گرفتم و اینکه ممنون خانم نیلوفر حامدی، درسته، و الهه محمدی، خیلی مهمه که اینا رو ما به یاد داشته باشیم که اصلا فکر می‌کنم
استارت ماجرا از این دو عزیز خورده. حالا در مورد تبعیض‌ها داشتم میگفتم که همه جانباختگان راه آزادی، همه شهدا برای من حداقل خیلی عزیزم، دونه به دونه شون تا آخر عمر مدیونشونم و هیچ وقت از یادم نخواهم رفت. ولی متاسفانه من خیلی شاهد بودم که در مورد بعضی ها خیلی وایرال شدن و در مورد یک عده خاص که میخوام صحبت کنم خیلی کم، در حد یک استوری یا چه میدونم یک توییت بود، هموطنان مظلوم بلوچه. ببینید تو جاهای دیگه رژیم با گلوله ساچمه‌ای و چه میدونم این روشیدا با مردم به مردم شلیک کرد، ولی تو بلوچستان از همون روز اول با گلوله جنگی آغاز کرد. و فکر کنم این موضوع رو کسی اصلا، نه اینکه کسی بهش پرداخت نپرداخت، خیلی کم پرداخته شد. اصلا یه همچین اتفاقی باید دنیا رو تغییر بده که یه بچه دو ساله، یک بچه هفت ساله تو بلوچستان کشته شدن متاسفانه، حالا خیلی بچه های دیگه. من میگم همشون برای من عزیزن، همشون قابل احترامن، ولی خب تو این مورد تبعیض واقعا من خودم شاهد بودم که خیلی، حالا امیدوارم که ناخواسته بوده باشه، یعنی رسانه ها، حتی رسانه هایی که تصویری و خیلی چیز دارن، پر مخاطب هستن، هم کم بهش پرداختن، واسه هم میگم تبعیض قائل شدم. در مورد اتحاد که خانم محمودی و آقای حمزه‌زاده صحبت کردن، ببین من یه مورد رو قبلا تو برنامه‌های قبلی به میهمانان عزیز پرسیدم ازشون حتی، ولی جواب نگرفتم. اینکه چرا بین نسل‌ها، یعنی نسلی که 57 رقم زد، نسل منی که بعد از این ماجرا بودم و نسلی که امروز داره قیام رو پیش میبره، بین ما خیلی فاصله بوده، خیلی فاصله بوده، مخصوصا نسل 57 و من، یعنی بین ما دوتا حداقل خیلی زیاد فاصله بوده، چون نسل 57 هرگز، همین الانشم نمیخوام بشنوم، نمیخوام بپذیرم شما یک انقلابی کردین، اون موقع فهم کردین درست بوده، ولی راه رو اشتباه رفتیم، باید بپذیرین که اشتباه کردیم. چرا نمیپذیرین؟ و همین سوالایی که نسل من کرد ازشون باعث شد که ما اصلا دور بشیم، چون نخواستن جواب بدن. حالا اینم تا همینجا داشته باشیم تا دوباره من بعدن صحبت میکنم. دوستان عزیز صحبت دارم، مرسی. ممنون آقای شایگان، مرسی از مدیریت زمانتون. خانم محمودی عزیز بفرمایید. من تشکر میکنم از مشارکتتون و اشاره های خوبی که داشتید و این پنجره جدیدی که جناب شایگان شما برای خود من باز کرده بودین که من اصلا توی تحلیله هم و نگاه هم بهش پرداخته بودم، ولی نیومده بودم اینطوری بهش نگاه کنم که بخوام اتحاد بین نسل ها رو ببینم، اتحادی که بین نسل ها شکل میگیره و اصلا دیالوگ و گفتمانی که شکل میگیره. و هرچند که من در بحث جنبش زنان خیلی تلاش کردم که بین نسل 57 و نسل خودم که الان هستم و نسلی که در خیابان هست، یعنی جز کارهای خودم در این 50 روز گذاشتم که یک گفتمانی رو سعی کنم شکل بدیم و خب یک سری تلاش هایی کردیم و با یک چالش های خیلی زیادی هم مواجه شدیم که این اصلا در جامعه مثلا در فعالان زنانی بوده که ما داشتیم برای مسئله کار میکردیم، ولی از این زاویه بهش نگاه نکردم که میتونیم به این بپردازیم. خیلی مسئله مهمی هست و من فکر میکنم بچه هایی که در خیابان هستن، من یک خوشبختانه یک اتفاقی که برای من افتاد، دو تا از این سه تا از این روزنامه‌نگارها من رو دعوت کردند که برم و باهاشون صحبت کنم، که یکیشون فرانسوی بود، یکیشون برای فقط صرفا تجربه شخصی رو میخوام باهاتون شیر کنم، یکیشون برای ایندیپندنت بود و یکی از نروژ بود. وقتی که من داشتم با اینها صحبت میکردم و سوالهایی که داشتن از من میپرسیدن یا اصلا اعتقاد داشتن که این اعتراضه، اصلا این نمیتونه و این اتفاقی که افتاده برای مثلا یک هفته قبله، یعنی دقیقا بعد از
یه روز بعد از 40 مهسا بود و اینا وقتی که توی 40 مهسا دیده بودن که 40 روز گذشته، حالا اومده بودن که مثلا از ماهایی که می نویسیم بپرسن. یکی از مسائلشون این بود که من متوجه شدم که اولا جامعه جهانی اونقدر ما اولویتش نیست متاسفانه، یعنی اونها در جنگی که در اوکراین هست و مسائلی که اقتصادی که در اروپا هست، ما در درجه‌های بعدیش هستیم و حتی اینها اولویتشون الان اینه که آروم بشه و خیلی توی بحث‌هاشون و توی چیزایی که داشتن اونها هم از تجزیه صحبت میکردن، اونها هم میومدن بهار عربی رو مثلا مثال میزدن یا دنبال یک نشونه هایی بودن که ماها با هم نیستیم، ماها دوریم، یا میگفتن شما مثلا ما میبینیم که هر روز دارید یکی از فعالهای مدنیتون رو مورد حمله قرار میدید و من اونجا مثلا در دفاع گفتم که نه، ما همزمان که داریم نقد میکنیم یک سری سازماندهی هایی رو هم انجام میدیم و شما میتونید ببینید این استراتژی ما بوده. برلین که گفت ما اولین بار به عنوان افرادی که در این رسانه ها هستیم این حرکت رو جدی گرفتیم در اتفاقی که در برلین افتاد و فهمیدیم که این مسئله خیلی مسئله جدیه و شما میخواید واقعا رژیم چینج رو انجام بدید. یعنی باز برمیگردم روی این مسئله که جامعه جهانی هم که داره ما رو از بیرون نگاه میکنه خیلی خوب داره ما رو مانیتور میکنه و اون هم در زمانی ما رو جدی میکنه و میگیره و با ما همراه میشه که ما این اتحاده رو داشته باشیم یا در این اتحاده بدم کارهایی بکنیم که متحد به نظر برسیم و حالا باز میتونیم به این بپردازیم. من صحبتم رو کوتاه میکنم که دوستای دیگه هم. ممنون خانم محمودی عزیز. آقای عرابی شما رو بشنویم بعد من بعد شما صحبت کنم. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. والا در مورد این انقلاب میشه گفتش که یه جورایی مهسا فدای شروع این انقلاب شد، مهسا فدا شد که این انقلاب شروع بشه. درسته خیلی از عزیزان از دست دادیم توی ادامه این انقلاب، حدیث، نیکا و خیلی از عزیزان دیگه، ولی خب مهسا فدایی شروع این انقلاب شد. و اینکه در مورد اتحاد میشه گفتش که اگه یادتون باشه تو اون دوره حدوداً 2 هفته 20 روزه اولش این اتحادی که الان هست اون موقع نبود. حتی تیم ملی که رفت بازی های تدارکاتی انجام میداد، حتی به شادی کردن گل، شادی کردن بعد از گلشون هم اعتراض میشد که حتی شادی میکردن بعد از گل. ولی الان میبینیم تیم فوتبال ساحلی حتی به سرود جمهوری اسلامی بی اهمیته، تیم استقلال به کاپی که گرفت، به قهرمانی که به دست آورد یه جورایی شادی نکرد. الان تو هیچ کدوم از بازیایی که انجام شد برای ورزشی فوتبال هیچ کدوم شادی بعد از گل نداشتن و هر چقدر این انقلاب جلوتر میره این اتحاده بیشتر میشه. من خودم میتونم بگم، خودم به شخصه اوایل خیلی ایراد میگرفتم به تیم ملی که چرا بازی تدارکاتیش شادی گل دارن، خوشحالن، ولی الان واقعا اینم همه چی تغییر کرده. اون اوایل ممکن بود کسبه نبودن ولی یواش یواش اضافه شدن، پزشکا، معلمین. امیدوارم همین جوری ادامه پیدا کنه تا به پیروزی کامل برسه. ممنونم از دوستان. ممنون آقای عرابی. خب دوستان مرسی از مشارکت همگی. منم خواستم در واقع در مورد این مسئله اتحادمون دقیقا صحبت ها خب یه چیدمانی داره دیگه. الان ما خانم محمودی اشاره کردن که واقعا من خودم شاید روز چند بار بهش فکر میکنم، به اینکه من خودم به شخص آدم 52 روز پیش نیستم. واقعا طرز فکر، حتی مدل زندگیم عوض شده، با اینکه نه ایران هستم نه حالا تو جریان در واقع اون اتفاقات این دور نشستم، اما تأثیرش روی من که انقدر دور هستم هم کاملا مشخصه. اما میخوام در این رابطه اینطوری در واقع بهش بپردازم که اما اوائل اگه دقت کردی همه
صحبت این بود که دو روزه جمع میشه، یه هفته جمع میشه، نمیدونم یه هفته دیگه رئیسی بیاد جمع میشه، حالا سپاه میاد، حالا این میاد، حالا هشت و شبی میاد، حالا میاد، میدونید هر روز هی هر کاری، حالا مثال دیگه هم شما زدینا به خاطر همین اونا رو اشاره نمی کنم چه اتفاقای دیگه ای افتاد، به هر طریقی هی میخوان اینو به همش بزنن. و یه چیز خیلی مهمی که هست این که مردم داره هی اتحاد داره شکل میگیره و داره بزرگتر میشه و هی عوامل خارجی، من منظورم حتی رسانه ها، حتی بسیاری از فعالین سیاسی دارن یه جوری، به هر کسایی هستن که در ظاهر مثل نایاب تعارف نداریم که در ظاهر میخوان مثلا بگن ما با مردم ایرانیم، ولی از پشت سر واقعا دارن ریشه مردم میزنن. اما من میخوام به این مسئله اشاره کنم، یکی از اتحادایی که صورت گرفت، من فکر میکنم شاید از 15-16 سالگیم صحبتمو کوتاه میکنم، آقای شایگان نسخه میکنم، منتظر هستین. از 15-16 سالگیم یادم بود که همه میگفتن اعتراض مدنی کنید، نخرید، نمیدونم این کارو نکنید، گرون میشه، نخرید، بذارید قیمتش بیاد پایین، هیچ کس گوش نمیداد. ولی یه مورد که الان بهش رسیدیم، کارخونه میهن رو ببینید دوستان، به خاطر اینکه گفتن ماشیناش نیروهای سرکوبگر میاره یا بچه هایی که بازداشت میشن رو با اونا میبرن، مردم چنان قشنگ تحریم کردن اینو که اومد فیلم درست کرد. و البته که اینو باز باید مردم باهوش باشن، کارگرها رو انداخت وسط، باز خود رئیسش نیومد عذرخواهی کنه، باز خودش نیومدن مردم خواهش کنه. اما من فقط میخوام به این اشاره کنم که چقدر این چیزی که میتونست حتی شاید بالای 30 سال باشه راجع به این قضیه صحبت شده که مردم این روش رو میتونن انجام بدن، این اتحاد رو داشته باشن، نشد. اما الان ما داریم همینجور از اتحادهای کوچیک کوچیکی که داره انجام میشه داریم نتیجه میگیریم که همه اینو یه روزی دریا میشه و اون گستردگی رو پیدا میکنه. عذرخواهی میکنم آقای شایگان، منتظر موندین، بفرمایید، شما رو میشنویم. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، داشتیم استفاده میکردیم. در مورد همین بستنی میهن که فرمودین، تا یادم نرفته من یه خبر دارم که اصلا این فیلمی که ساختن اونا کارگرای میهن نیستن، این همشون مامورای اطلاعاتی و امنیتی هست. این که پر واضحه که اصلا یه چیز خیلی مضحکی بود که رژیم به هر چیزی دست میزنه. در مورد موضوعی که آقای عرابی هم اشاره کرد، آقای عرابی و خانم بیرجندی، طبق نظر کارشناسان، نظر من نیست، یک اعتراضی که وقتی صورت میگیره توی کشور اگر از 20 روز بگذره و اون حاکمیت اون کشور نتونه اون اعتراضات رو جمع کنه، دیگه نمیتونه جمعش کنه. این نظر کارشناس هست. پس ما الان تو روز 52 هستیم و متداول بوده، یعنی همش بوده، یعنی 52 روز مداوم اعتراض بوده، حالا جسته گریخته زیاد و کم، یعنی سینوسی بوده ولی بوده. بنابراین این دیگه اسمش اعتراض یا چه میدونم اینا نیستش، رسما تبدیل به یک انقلاب شده. یا همین موضوعی که آقای عرابی فرمودن که چه روز به روز اضافه میشن به این اتحاد، خب این یه چیز طبیعیه دیگه، هر روز که مردم پیشتر میرن رژیم عقبتر میره. اون افرادی که قشر خاکستری هم خب مشخصا جرأت بیشتری پیدا میکنن که بیان جلو. اما من حالا بازم زمانم کم میاد، ولی خب دوباره یه کوتاه گریز بزنم به همون سه نسلی که داشتم میگفتم، که نسل 57 و نسل من و نسل جدید. امروز من یه دونه فیلم میدم، اینو بگم بعد دوباره میبندم صدا رو. امروز من یه دونه فیلم میدم که یک آقایی در مورد فلسفه صحبت میکرد و نسل جدید که امروز دهه 80 هستن رو به گروه زد تشبیه کرده بود و نسل من یعنی دهه 50 و 60 رو به گروه ایگرگ و نسل 57 هم که حالا نمیدونم یه اسمی گذاشته بود، حالا ما میگیم گروه ایکس. ببینید نسل من که گروه ایگرگ، وقتی که داشتیم زندگیمونو میکردیم
ابزار جدید و مدرنیته وارد زندگیمون شد، یعنی اینترنت، ماهواره، گوشی های هوشمند، شبکه های اجتماعی و غیر ذلک وارد زندگی های ما شد. اما نسل زد که همون نسل دهه 80 هستن، داخل این ماجرا به دنیا اومدن، یعنی زندگیشون با این چیز آغاز شد. بنابراین خیلی تفاوت داره. منی که با یک بکراند نسل گذشته سنتی فلان رشد کردم، بعد یهو یک همچین ابزار مدرن رو میبینم که میتونم با کل دنیا در ارتباط باشم، یک تضادی بین گذشته آینده دارم، نه گذشته رو میپذیرم نه آینده رو، میتونم بهش برسم. ولی این نسل جدید از اون ابتدا وارد این ماجرا شده، یعنی از همون بطن به دنیا اومدنش دنیای اطلاعات جلوش بوده. بنابراین تفاوت ماها خیلی زیاده، خیلی زیاده. همین حالا بگم تا بعد. مرسی. مرسی از شما آقای شایگان. خانم محمود جان بفرمایید. خوش باشید. من می‌خواستم در مورد همین نسل ها به یک نکته مثبتی که ما در این انقلاب باهاش روبرو هستیم و من فکر می‌کنم جز موارد مثبتش هست، اینه که ما همواره توی جنبش هامون و توی اعتراضاتمون یا مثلا میگفتن این داره از خارج هدایت میشه، یا در داخل افرادی که در سیاست بودن، افرادی که حالا در همون حزب ها بودن، یک رهبری، یک کسی بود که باهاش مذاکره میشد و یه جوری سرکوب میشد. اتفاقی که توی این اعتراض افتاده، ببینید همه چیز از پایینه، یعنی این تعیین کننده نسل دهه 80 هستن. من فکر میکنم اتفاقا اونها باعث اتحاد ما در خارج شدن و اپوزیسیون چاره جز اتحاد نداشته، وگرنه همچنان هم اونها هی داشتن با همدیگه سر مسائل مختلف درگیر میشدن و در مورد بحث تقسیم قدرت داشتن همدیگه رو به چالش میکشیدن. ولی این نسل که نسل متفاوتیه و من میگم که این انقلاب از این جنبه میتونیم بهش بگیم انقلاب دیجیتالی است، که باز من در یک مقاله به این انقلاب دیجیتالی پرداختم و تفاوت‌های این نسل و این چرا این بچه‌ها مثلا اینطوری‌ان، این شکلی‌ان، که من در یه صحبتی که با یه دانش آموزی داشتم برای یکی از همین تحلیلام بهم میگفت که ما وقتی وارد مدرسه میشیم توی کلاس، اولین کاری که میکنیم معلم میاد توی کلاس، بهش میگیم که چرا شما اعتصاب نمیکنید؟ 57 معلم ها اعتصاب کردن و باعث شد که انقلاب پیروز بشه، ولی شما دارید میاد توی کلاس ما. میگفت قاب ها رو برداشتن، ما اومدیم رفتیم سر جای قاب ها شعار نوشتیم، اسم کشته شده هامون هم می‌نویسیم. من 2-3 ساعت با این نوجوان دانش آموز صحبت کردم، در آخر گفتم اسمتون نمیتونم بنویسم، چه اسمی برات انتخاب کنم؟ بهم گفت اسم من رو سیاوش بذار، چون سیاوش خیلی بی‌رحمانه کشته شد و من سیاوش رو ادامه میدم. بهش گفتم خب تو چطور این همه جرأت داری و چجوری شده که این اتفاق و در تو افتاده؟ بهم گفت خب من اولین بار گرفتم، وقتی اولین بار منو گرفتن با من خیلی برخورد بدی شد و من از اونجا توی هفته اول نمیتونستم بخوابم، خیلی شرایط سختی داشتم، ولی از هفته اول به بعد من یه خشمی توم به وجود اومد که دیگه نمیترسیدم براشون، دیگه گفتم این زندگی اهمیتی نداره، دیگه میخوام آزادیمو داشته باشم. گفتم خب تو چجوری توی این تجمع ها شرکت میکنی؟ مامان بابامو میپیچونم. چی کارا میکنید؟ شعار مینویسیم، شکلات میخریم، گوش مینویسیم، زن زندگی آزادی، اینا رو مینویسیم میذاریم رو مدرسه، روی مثلا توی مدرسه همش شعار مینویسیم، اونا پاک میکنن، ما مینویسیم، اونا پاک میکنن. با معلم هامون بحث میکنیم. گفتم خب معلماتون با هاتون چه برخوردی دارن؟ اینا چی میگن به شما؟ میگفت خب خیلی هاشون رمزی میفهمیم که اینا با ما، ولی نمیتونن کاری بکنن، ولی خیلی هاشون با ما بحث میکنن. وقتی میپرسیدم اون کسی که مثلا با هات بحث میکنه معلم چیه؟ میگفت اصلا خب معلم عربی بود. خب اوکی، من ذهن خودمون توی تحلیل هامون میره که اینها چطوری هست. در مورد شعارها ازشون میپرسیدم، خب این شعارها خیلی چون من انقدر توی این تحلیل میخواستم به یه چیز درستی برسم که شروع کردم به واقعا صحبت کردم با خودشون تا ما بتونیم یک تحلیل درستی در مورد رفتاری که در خیابان اتفاق میفته داشته باشیم. میگفت که ما اصلا فکر نمی کنیم که ما این به عنوان یک ابزار ازش استفاده می کنیم و ما همیشه این شعارها رو نمیدیم. زمانی که گارد به ما نزدیک میشه بیشتر از این شعارها استفاده می کنیم، به خاطر اینکه می خوایم تابو شکنی کنیم، می خوایم اون
قداست اینا رو بشکنیم. اینا هی به ما گفتن خمینی مقدس، خامنه ای مثلا مقدس، دین مقدس، هر چیزی که گفتن ما میخوایم اینا رو بشکنیم. و یعنی وقتی میری توی ذهن این و این داشت آنالیز میکرد، من خیلی میدیدم در تحلیلهاش، در آنالیزهاش، در نوع برخوردش، در نوع حل مسئلهش اصلا کاملا متفاوته با اون دو نسلی که شما دارید میگید. و بهش میگفتم خب شما الان به حجاب اعتقاد دارید یا نه؟ مثلا اصلا نظرتون در مورد آزادی و برابری چیه؟ و گفت ما که بینگ بنگ وقتی اومده، گفتم چی؟ من آتئیستم. گفتم خب اصلا این که توی کتاب تو نبوده، تو مدرسه تو نبوده، تو اصلا داری از آتئیست با من صحبت میکنی یا از بینگ بنگ صحبت میکنی؟ اینو چجوری شنیدی؟ من اینو توی موزیک شنیدم، رفتم سرچش کردم، پی دی افاشو پیدا کردم، خوندم. و وقتی که خوندم فهمیدم اصلا خدا نمیتونه وجود داشته باشه. وقتی خدایی وجود نداره دیگه، من اصلا دیگه با دینش و با حجابش مشکلی ندارم. گفتم تو کلاستون، تو مدرسه‌تون خیلی همون اینجوری فکر میکنیم. خب مسلمون هم دارید؟ آره مسلمون هم داریم، ولی مسلمونامون به حجاب اعتقاد ندارن و ما دوستیم، کاری به هم دیگه نداریم. یعنی ببینید من واقعا دارم میگم اینو با 5-6 نفر حرف زدم، نه فقط با یک نفر که بخوام از این زاویه بگم. و من حتی مثلا طرفدارای نظامم دارم صحبت میکنم برای اینکه یک تحلیل درستی بتونم توی اون مقالم داشته باشم. این داشت میگو و من این آزادیه، یعنی این دموکراسیه که ما داریم در موردش، این آزادی بیانی که داریم در موردش صحبت میکنیم رو در اینها میتونستیم ببینیم. به خاطر این که در مورد تلویزیون ازش میپرسیدم، اصلا شما رسانه‌ای که میدونم طولانی شد، ببخشید من اینو میبندم اینجا، در مورد رسانه میپرسیدم خب این رسانه‌ای که شما دارید انتخاب میکنید، این محتوا از کجا میاد؟ آیا تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید؟ میگفت که ما فقط برای اینکه دروغاش رو رو کنیم بیاریم بذاریم نگاه میکنیم. خب کدوم کانال پیگیری میکنیم؟ ما کانالای خودمون رو داریم، ما گروه های دانش آموزی داریم، 8000 نفره. بهش گفتم اسمشو به من میدیم؟ میگفت نه، ما همه چی رو میگفت توی اون میذاریم، کشته شده هامون رو اونجا میذاریم، برنامه هامون رو اونجا میذاریم، رسانه های دیگه هم میان. ما با دانشجوها هم ارتباط گرفتیم. ببخشید من گربم. همیشه گربه من میاد و میزو میریزه به هم. خیلی برای من اینها جالب بود و اون نگرانی که خودمون داریم در مورد این نسل، میگیم نکنه اینها فحاشن، نکنه اینها استدلال ندارن. یک ذره آدم تو دلش از اون خالی بودن دلمون میایم جلو. و من واقعا متوجه این قضیه شدم، این نسل نسلی بوده که رسانه رو خاموش کرده، تلویزیون رو خاموش کرده. این تحلیلگرهایی که توی بی بی سی هن، توی صدای آمریکان، توی ایران اینترنشنال هن، توی ایران هن، و همه دارن اینا رو گذاشته کنار. یعنی من همواره میبینم اینها میان انقلابی و اتفاقی که در ایران میفته رو با انقلاب ماو و نمیدونم اون تک رهبری ها دارن چیز میکنن. اینا اصلا واقعا در مورد راهبر حرف میزنن. باورتون میشه اینا به رهبر اعتقاد ندارن که یک نفر باشه، به اون گروهیه اصلا دنبالش این نیستن. و این مغز این بچه داره اینا دارن ما رو میکشونن جلو، اینا باعث اتحاد ما شدن من فکر میکنم. و این حرکت خیلی برای من جذابه که من بارها میگم که یعنی ماها پامون در قیر گذشته گیر کرده، ولی اینها رها هم محاسبگر نیستن، آزادن، آزادی خواهن در معنای واقعی، نه به آینده فکر میکنن نه به گذشته. در زمان حالشون میخوان برای اون زندگی نرمالشون تلاش کنن و این از یک جنبه خیلی هیجان انگیزه، ولی از یک جنبه برای من به عنوان یک کنشگر خیلی خیلی غم انگیزه. نمیدونم، میگم که من از چه راهی چطور میتونیم تلاش کنیم و واقعا بگذریم از خودخواهی ها، بگذریم از سم خواهی ها و دستمون رو تو دست هم بدیم و بذاریم این بچه ها به اون زندگی نرمالی که میخوان برسن و اون رو داشته باشن. و اینقدر اینها جذابه که من حالا در مثلا صحبت های بعدم دوباره دوست دارم اشاره کنم و از زبان خود اونها اینجا صحبت کنم و بگم چقدر
اینها قشنگه و شاید اصلا شنیدن همینها، این دنیای قشنگ و این اتفاقی که در خیابان و در اون مدارس میفته، شاید اینها بتونه باز به ما کمک کنه که ما به همدیگه نزدیک بشیم و از دریچه نگاه اونها به این انقلاب، به دنیا، به جهان نگاه کنیم و بدونیم که واقعا اون چیزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر است هر طور به این بچه ها رسیده که در مدارس نبوده، در مکاتب نبوده، اینها الان براشون درونی شده و اینها به این باورشون دیگه. من اونقدر مثل قبل نمی جنگم در مورد مسائل برابری جنسیتی، چون می بینم که این نسل همراه میکنه افراد دیگر رو هم با خودش و اون یه مسائل دیگه ای هست که ما باید اونها رو بولد کنیم و در اونها بدمیم و به اونها بپردازیم. ببخشید اگه طولانی شد. ممنون خانم مهبودی عزیز. قبل از اینکه مایک رو برای آقای طایف باز کنم، درود دارم خدمت بانو ملک گرامی، خیلی خوش اومدین به جلسه ما. هر زمان که تمایل داشتین بانو ملک گرامی محبت بفرمایید با علامت دست منو راهنمایی کنین. اگر دوست داشتین صحبت بفرمایید، خوشحال میشیم از صحبت شما استفاده کنیم. جناب طایف گرامی درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله ممنونم، درود بر شما و همکاران عزیز و عصرتون بخیر باشه. صحبت ها رو گوش کردیم، خیلی عالیه. خانم مهبودی خیلی عالی تفسیر کردم و واقعا الان من تو فضای مجازی میبینم که واقعا میگن که هیچ پیامبری به اندازه اینترنت ما رو راهنمایی نکرد و این تکنولوژیه که واقعا ما رو به یه سمت سوی دیگه میبره و این قدم های ما رو ثابت میکنه و محکمتر میذاریم و اطلاع رسانی میکنیم که راحتتر بریم جلو. ولی من یه سوالی از همه همکاران اینجا دارم و اون اینه که، البته قبل از این سوالم بگم که همیشه داریم بحث میکنیم، همیشه داریم صحبت میکنیم، مخصوصا ماها که بیرون از ایرانیم و همیشه تجزیه و تحلیل میکنیم، این جمع‌ها رو میذاریم، ولی خب درسته اینجا یه سازمان حقوق بشریه، میشینیم صحبت میکنیم، تحلیل میکنیم، آگاه میکنیم و آگاهی رسانی میکنیم که وظیفه اصلی ماست. خب ولی به عنوان یک ایرانی تو این 40 روز یا 50 روز یا اصلا تو این 24 ساعت گذشته چه قدم مفیدی برداشتیم ما؟ من نوعی که میگم، به غیر از اینکه تحلیل میکنم، تفسیر میکنم، استوری میذارم، نمیدونم افشاگری میکنم، آگاهی رسانی میکنم، الان وقت عمله، الان وقت عمله. به عنوان اینکه در یک کشور دموکراسی زندگی میکنیم، به عنوان اینکه الان دست ما آزاده، زبون ما آزاده، هر چیزی که ما فکر کنیم میتونیم به زبون بیاریم. من 2-3 هفته پیش تو یکی از تجمعات تو یه تابلو نوشتم به آقای صدر اعظم آلمان، گفتم که اگه این خانه های تروریستی و سفارت های جمهوری اسلامی رو نبندین، ما خودمون وارد عمل میشیم. بعد از 6 هفته آقای اولاف شولز اومده گفته که من واقعا شوک شدم، دارن تو ایران آدم میکشن. بعد دیروز پیروز تو کل بهش بیانیه دادن که لطفا بیدار شید. من گفتم برعکس، بگین آقای اولاف شولز شما بیدارید، شما میدونید 43 سال اینا دارن چی کار میکنن، شما کاملا بیدار و آگاهید، لطفا آقای شولز برو بخواب، بذار ما کارمونو بکنیم. ایشون و تمام سیاستمداران اروپایی همشون بیدارن، این ما ایم که داریم سر خودمون کلاه میذاریم که نه آقای فلانی بیدار شو از ما حمایت کن. از روز اول گفتم تنها ترین حمایتی که دولت‌های خارجی از ما مردم ایران میتونن بکنن، بستن سفارت‌های خودشون تو کشور ما و سفارت‌های ایران تو کشور خودشونه. به غیر از این هیچ کمکی به ما نمی‌کنن و نخواهند کرد. حالا بگذریم، سوال من از همکاران اینه، دوباره بپرسم، به عنوان یک ایرانی تو این 50 روز یا تو این 24 ساعت گذشته چه عملی انجام دادیم؟ از خودم هم میپرسم، چه حرکت مفیدی کردیم؟ آیا صحبتی کردیم؟ با بیرون رفتیم؟ کاری کردیم؟ چه عمل مفیدی انجام دادیم؟ چقدر بشینیم دوستان اینجا صحبت کنیم؟ خیلی عالیه الان مثلا خانم مهبودی صحبت کردن، واقعا مثلا خیلی چیزاشو من نمیدونم، بقیه همکاران صحبت میکنن، آگاهی رسانه میکنیم، یاد میگیرم، میرم یاد میدم، ولی در عمل چی داریم؟ مرسی از اینکه مایکو در اختیار من قرار دادید.
ممنون آقای طایفه عزیز. حالا بعدا اگر فرصت شد شما خودتونم لطفا حتما بگید که چه کاری انجام دارید. آقای شایگان الان میام خدمت شما، اما خواستم فقط خدمت دوستان عرض کنم که ما یه قشر خاکستری داریم الان توی جامعهمون که هنوز نپیوستن. تکلیف ما با به قول معروف با بچهای دهه 80 کاملا مشخصه، از همه چیزش رو داریم متوجه میشیم که چگونه دارن کار میکنن، اما اینکه ما اون قشر خاکستری رو متحد کنیم با بچه هایی که الان کف خیابون هستن و در اعتراضات هستن، در واقع اون اتحاد گسترده که میخوایم شکل بگیره، من دوست دارم هر کدوم از دوستان پیشنهادی اگر دارن از هر طریقی، از اعتصابات، از بازار، از رسانه، از هر چیزی که هست به ذهنشون میرسه که چطور میشه این قشر خاکستری رو وارد این اتحاد بکنیم و بیا بیدارشون کنیم، خوشحال میشم که در این مورد هم پیشنهاد بدم. آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. بله ممنون و دوباره سلام خدمت همه عزیزان. در مورد سوال آقای ببخشید در مورد سوال آقای طایف، خب ما توی خارج از کشورش نمیتونیم بلنشیم بریم از دیوار سفارت بالا بریم یا دیوار نویسی کنیم. ما نهایتا کاری که میتونیم بکنیم اینه که تو تظاهرات شرکت کنیم یا به عفو بین‌الملل یا به سازمان‌های بین‌المللی ایمیل بزنیم که حالا کم و بیش این کارا داریم می‌کنیم، یا هر کدوم به نوع خودمون. واقعا غیر از این کار دیگه هم نمیشه کرد. یعنی من به ذهنم نمیرسه، اگر دوستان میدونن که به منم بگن که منم انجام بدم. در مورد سوال خانم بیرجندی هم اینو سریع بگم که قشر خاکستری چطور میشه متحد کرد؟ قشر خاکستری واقعا نمیشه متحد کرد. تا اینا خودشون نخوان هیچ نیروی نمیتونه اینا رو بکنه. اما یک راه داره. تو کردستان اگر دقت کنید اعتصاب ها و تظاهرات هر روزه هست و شهر به شهر هست و اعتصاب هایی که مغازه هاشون رو بستن چندین روز یا چندین هفته حتی مغازه هاشون بسته است. چرا این کارو میکنن؟ خب من چون اطلاع دقیق دارم از این موضوع، دوست بچه‌ای که میخوان بیان برن تظاهرات، اگر از یه خونه کسی بیرون نیاد در خونه رو میزنن، میگن حتما یک تو باید بیای بیرون. ببین خود مردمی که دارن میرن تظاهرات از اون مردمه که نمیخوان بیان میکشوننشون بیرون. اون کسانی که مغازهاشون رو بستن، اگر یه مغازه باز باشه، کسانی هستن که میرن بهش تذکر میدن، میگن ما میریم برمیگردیم مغازت باید بسته باشه، بسته نباشه اطلاع میشی. ببین این راه تو کردستان جواب داده و انجام میشه. حالا تو کردستان یک استان تشکیلاتی، ما با اونش زیاد نمیتونیم وارد بشیم بهش الان، یعنی مجال بحثمون نیست. اما تو شهرهایی مثل تهران، اصفهان یا جاهای دیگه واقعا قشر خاکستری بیدار دیگه بدونه که 90% این رژیم، 10% مونده، حالا اون 10% بیاد جلو یه کاری بکنه، وگرنه نخواهد اومد. تو هیچ زمان نیومد قشر خاکستری، هنوز هم نخواهد اومد متاسفانه. حالا اینم تا اینجا بگم که چون زمانم تموم شد تا بعد دوباره. مرسی. ممنون آقای شایگان عزیز. من فقط یه چیزی خدمت آقای طایف بگم، یه وقت سوء تفاهم نشه، من صرفا سوالم برای این بود از آقای طایف پرسیدم که ایشون بگن که چه کاری ایشون انجام دادن که ما هم بدونیم، یعنی چه کارهایی میشه انجام داد. سوال من به این صورت بود، یه وقت سوء تفاهم برای ایشون نشه. خانم مهدی گرامی بفرمایید، خواهش میکنم. من فکر میکنم یکی از بزرگترین مسائل و مشکلاتی که ما ایرانی ها داشتیم و مانع اتحادمون میشد این بود که نمیتونستیم گفتگو کنیم، نمیتونستیم با هم حرف بزنیم و ما اتفاقا داریم این قدم رو برمیداریم و اصلا نباید تقلیل بدیم جلسات رو که جناب طایف، جلساتی که در کانون دفاع از حقوق بشر برگزار شده که من جسته و گویخته تا اونجایی که شده، بعضی وقتا حالا خودم اومدم، بعضی وقتا اومدم اونجا پایین شهرونده بودم، شاید حرف نزده باشم، بسیار بسیار آموزنده و بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی این کاریه که باید انجام بشه. اصلا ما نیاز داریم به کار فرهنگی. کار فرهنگی یعنی چی؟
یعنی همین اتاق ها، یعنی همین جلسات، یعنی همین حرف زدن ها، یعنی همین هم فکری کردن ها. و اتفاقا ما اینجا کم داریم، اینو کم داریم. و حتی اگر بتونیم پلی بزنیم از داخل به خارج، از خارج از بین گفتمان، یعنی گفتمان شکل بگیره، و اینو کانون دفاع از حقوق بشر واقعا به نحو احسن انجام داد. چرا این رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه من کسی هم که فقط با کانون دفاع از حقوق بشر کار نمی کنم، من دارم با رسانه های بزرگتر هم کار می کنم، در کلاب‌هاوس هم فعال و اکتیوم و دارم می بینم، یعنی دارم مانیتور می کنم. و این خیلی، من واقعا یه خسته نباشید به جناب پرویزی و خانم بیرجندی و جناب شایگان و تک تک شما که اونجا هستید، به عنوان فردی خودم دارم کار میکنم در رسانه میگم که چقدر محتواهایی که تولید کردین، افرادی رو که دعوت کردین، همین چند تا فرصتی که دارید، ما دوستامون آوردیم اینجا و به خصوص که فکرها و نوع نگاه‌ها متفاوت بود و یک برخوردهایی هم میشد و ما احساس میکردیم که این جامعه یک دست و یک پارچه نیست و نه قرار هم نیست که در آینده باشه. این میشه یک گام مهم. در اعتراضات شرکت میکنیم، داریم ایمیل میزنیم، همواره فکر میکردیم توییت کردن و هشتگ زدن و استوری کردن کار بیارزشیه. این رو جمهوری اسلامی بهمون گفته بود، ولی ما فهمیدیم که نه، توییت کردن و هشتگ زدن چه کار بزرگه. پس کارهایی که داریم میکنیم اصلا تقلیلش ندیم، یعنی همش باید تشکر کنیم از هم دیگه که واقعا فعالیم. و هر کدوم ما وقتی میایم اینجا با هم حرف میزنیم، میریم بیرون با یه دید بازتر میریم بیرون، حواسمون به یه چیزای دیگه هست و ما میشیم نوعیه نماینده‌ای که باز دوباره توی خودمون، تو صفحات خودمون رسانه‌ایم، خودمون رو اطرافیان خودمون داریم تاثیر میذاریم، ما داریم تولید فکر میکنیم. ما خود اون روشن، یعنی روشن فکر صرفاً و صرفاً کسی نیست که میاد یک ایده ای میده، یعنی ما هم در روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، کنشگران هم در زمره افرادی که تولید روشن فکر هستن در جامعه قرار میگیرن. و ما وقتی که میریم پخش میشیم توی مدیا که همه این دیجیتالی، اصلا انقلابه هم انقلاب دیجیتالیه، میبینیم که چقدر میتونیم کار مهمی بکنیم. مثلا با فعالان حقوق زن توی شهرهامون ارتباط برقرار کردیم، آره نامه نوشتیم، اونها رو متوجه کردیم. من مثلا کاری که خودم کردم و توصیه میکنم، این خیلی مهم بود، من الان با یک روزنامه‌ای در فرانسه همکار شدم به عنوان همکار فارسی زبانشون و اتفاقا وقتی که دارم با اینا کار میکنم یک دریچه‌های جدیدی هم برای من باز شده و من فهمیدم که این، اگر ما بتونیم با روزنامه نگارا کار کنیم، خیلی کمک کننده است، چون ما میتونیم اون تصویر واقعیه رو، اون صدای واقعیه رو بدیم. یعنی نازنین بنیادی وقتی حرف زد هممون کیف کردیم. چرا؟ اصلا فکر نکردیم کاش که اینم میگفت. تو 10 دقیقه همه حرفا رو گفت، جمله ها همه چی سر جای خودش بود. و شیرین عبادی که مثلا اومد حرف زد، ماها هم میتونیم همون آدما باشیم، ما فعال اون بشری مثل شیرین، مثل اونها، و در این مسیر گام برداشتیم، حرکت کنیم، یک سال دیگه مطمئنا روی اون استیج من فکر نمی کنم هیچ کدوممون کمتر از کسی دیگه داشته، کمتر از هم دیگه باشیم. فقط باید بها بدیم به همین کنشگریامون، قدم برداریم، بریم جلو، صحبت کنیم و بدونیم که این موثره. اگه هر کسی که میگه این موثر نیست، به نظر من این اشتباهه، توی این دام نیفتیم. مرسی که من ممنون. خواهر محمودی عزیز، آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم. بله خیلی عالی. خانم محبودی، من دقیقا گفته شما رو تایید میکنم. بله شما واقعا هر چیزی که میگیم بالاخره مورد تایید من هست. دقیقا این کارهای فرهنگی، صحبتهایی که میکنیم، اینها هیچ کدوم بی تاثیر نیست. من مخالفتی نکردم، ولی نظر خود من این بود که به غیر از این که تو کانون داریم آگاهی رسانی میکنیم، اینجا داریم صحبت میکنیم، کارهای فرهنگی با روزنامه نگارا هر جای دیگه میکنیم، به عنوان یک ایرانی بیرون از کانون تو شهر خودمون چی کار میتونیم بکنیم؟ واقعا وقتی من میبینم جوانان مملکتم رو دارن اینطوری نسل کشی میکنن، دیگه واقعا من نای صحبت ندارم، نای تحلیل ندارم، واقعا میخوام برم فقط بیرون بگیرم. فقط میگم خب من چرا تو این مملکت نیستم الان؟ یعنی این نیروی، اون خشمی که از من داره میاد، نمیتونم اینو مهار کنم. ما الان اینجا به عنوان جوانان ایرانی تقریبا 20 و چند نفریم، پرسیدین که شما چی کار کردین، یه گروهی رو تشکیل دادیم
که داریم تجمعات رو برگزار میکنیم و به غیر از اون میخواییم یه اجازه بگیریم بریم جلوی سفارت ایران تو فرانکفورت تحسن کنیم، عکس‌ها رو میخواییم چاپ کنیم، عکس‌های رنگی چاپ کنیم، به آلمانی بنویسیم و واقعا میخواییم بخوابیم کف خیابون، نذاریم ماشین رد بشه، میخواییم زندگی رو برای این آلمانی ها، برای دولت سخت کنیم که بیاد جواب بده، چون آلمانی ها میدونین هر چی باشه همین لحظه اعتراض میکنن. یه چند روز ما اینجا واسه شون زندگی رو اذیت کنیم، خیابونها رو ببندیم، واقعا مردم اون منطقه میگن آقا درد اینا چیه، بهشون برسیم. واقعا شما کاملا دوباره میگم درست میفرمایید، ولی به غیر از کانون، به غیر از اینکه میخوایم اینجا صحبت کنیم، من بیرون از کانون واقعا نمیتونم بشینم. چطور یعنی تو این مملکت دارن دیگه بهتر از این دیده نمیشه، تو این همه مدیا میبینیم که دارن نسل کشی میکنن، یک درخت و 10 تا تبر دارن میزنن به ریشش، 43 ساله دارن میزنن به ریشش، حالا ما قبلش رو نمیخوایم بحث کنیم کی بوده و کی نبود، 43 ساله دارن میزنن به ریشش، چقدر ما کار فرهنگی کنیم، 43 ساله همه کردن، الان هم لازمه، برای آینده هم لازمه، ولی واقعا من خودم شخصا میگم من واقعا نمیتونم ساکت بشینم. یعنی هر دفعه که میریم تجمعات یه دونه واسه اولاف شولتز مینویسم، یه چیزی مینویسم، دستم میگیرم، همه میان عکس میگیرن، نمیدونم، اینم کافی نیست. الان میخوایم بریم جلوی سفارت تحسن کنیم که باید به ما جواب بدید، باید اینجا رو باید شما ببندید. مرسی این که منو گوش دادید. ممنون آقای طایفه گرامی، کار درستی انجام میدید. البته کاری که تظاهراتی که اینجا انجام میدین، من یه صحبتی رو میگم خدمت شما که از خود آقای شفایی شنیدم، نقل قول میکنم از ایشون، حالا حیف که ایشون تو جلسه تشریف ندارن امروز، اما دقیقا صحبت سر همین بود که کسانی که، حالا من منظور اصلا شما نیست، کلن دارم میگم، کسانی که الان من نیستم اونجا توی ایران، اگر بودم الان این کار تو تظاهرات بودم یا نه، ولی آقای شفایی حرف خوبی به من زدن، گفتن شما الان اینجا خارج از کشور چون آزادی دارین، خیلی میتونید از مسائل دیگه، از لحاظ دیگه کمک کنید به مردم ایران. حالا شما اگر اونجا بودین، شما نوعی رو میگم، اگر اونجا بودید و حالا مثل بقیه در نهایت یا سرکوب بود، زندان بود، شکنجه بود یا کشتار بود دیگه، اتفاقی که داره میاده، ولی این انقلاب احتیاج داره واقعا به کسانی که خارج از ایران هستن و دارن به پیشرفت این انقلاب به هر نوعی که هر کدوم شما دوستان هم دیدین هم دارین انجام میدین، دارن کمک میکنن، چون به هر حال شما یک هوش هستین و از اون هوش میتونین استفاده بکنین در رسوندن این انقلاب به پیروزی. اما اینکه حالا حتما همه باید جلوی در واقع گلوله قرار بگیرن، کشته بشن، این در واقع واقعا کمکی نمیکنه. بهتره اینکه حداقل ما که خارج از ایران هستیم این انقلاب رو با خود بچه‌ای که داخل ایران هستن پول بدیم به سمت پیروزی. این بسیار کمک بزرگیه و زحمتاتون رو دست کم نگیرید. واقعا آقای طایف، همین کاری که توی اعتراضات خارج از کشور انجام میدیم بسیار بزرگه و مطمئن باشین که به سطوح میارن این سیاست مدارا و دولت های خارجی رو. خب خانم محمودی عزیز، بشنویم شما رو، بفرمایید. من فکر میکنم خشم بزرگمون و غم بزرگمون رو واقعا به درستی این که گفتن تبدیل کنیم به کاری، حالا بزرگ هر کاری بکنیم، هر قدمی برداریم، به نظر من توی این لحظه قدم بزرگیه و خیلی کاری که دارید میکنید کار خوب و ارزشمندیه. همین قدم هایی که برمیدارید و همین هایی که دارید در موردش صحبت میکنید و با ما هم شیر میکنید، ولی هر کسی به اندازه وسع خودش، به اندازه توانایی خودش، به قولی که خانم بیرجندی، اون قدمه رو برمی‌داره و در این مسیر همراه میشه و میره جلو با مردم. و ما خودمون خیلی ها رو هم می‌بینیم که جا میمونن و جا موندن از این قافله‌ای که در حرکت هست. یعنی همه چیز به نظر من الان جریان داره و همینطوری داره جلو میره. در خصوص جامعه جهانی دقیقا باید بدبین باشیم، چون که در واقع اونها اولویتشون، اولویت سوم چهارمشون هم ما نیستیم. من از وقتی که از نزدیک با بچه های رسانه هاشون کار کردم متوجه شدم
وقتی که اون آمریکایی، اون فرانسوی به من گفت ما نگران 20 میلیون پناهنده هستیم که سرازیر خواهد شد به اروپا وقتی که توی جنگ اوکراین هستیم، وقتی که من ملتمسانه داشتم بهش میگفتم که شما باید صدای واقعی مردم من رو انعکاس بدید و این یک انقلابه، به هم گفت این رو هم شما در نظر بگیر و اتحادیه اروپا داره منطقی به این طور مسائل هم فکر میکنه. یا مثلا داشت میگفت ما در فلان جنگ و فلان جنگ به عنوان خبرنگار حضور داشتیم و اینها رو دیدیم که اونجاست که مثلا باید استدلال می آوردیم، حالا مثلا بگیم آقا ما متفاوتی، مردم ایران متفاوتن، اتفاقی که داره در ایران میفته اتفاق متفاوتی هست و این هست، ولی این که ما دست بذاریم رو زانوی خودمون، بلند بشیم، تلاش کنیم. من اونجا واقعا اینو گفتم و دیدم که اون خبرنگار هم گذاشته گفت نظر شما در مورد این انقلاب چیه، که من الان نقل قول میکنم از خودم. من بهش گفتم مردم تصمیم دارن تغییر رو به وجود بیارن و میدونن که اینها هم بیرحم هستن، ما میدونیم که ما رو هم میکشن و خیلی هامون کشته میشیم، چون آزادی یک بهایی داره و شاید هم طول بکشه یکی دو سال، ولی ما انقدر این مسئله رو ادامه میدیم تا به پیروزی برسیم و به جدیت. یعنی این رو چیزی بود که خودم حسش میکردم و تک تک ما هم توی پرزنتی که میتونیم بکنیم وقتی داریم به زبان مثلا اون کشوری که درش هستیم حرف میزنیم، خیلی این مهمه. و مسئله مهمی که هست اون تفکرات عمومیه. ما اکثرا توی کشورهایی که داریم زندگی میکنیم میخوام افکار عمومی اونجا رو تغییر بدیم. افکار عمومی اونجا که تغییر کنه سیاستمداراشون مجبورن، اگه به من و شما و ایران فکر نکنن، اونها براشون عدد باشه کشته شده های توی ایران، ولی افکار عمومی براشون مهمه. بایدن واقعا عکس العمل نشون داد و بلافاصله هم اونها دوباره اومدن عکس العمل نشون دادن. ببین این یه پیروزیه که یک آدمی مثل بایدن میاد میگه ما میخوایم رژیم رو چینج کنیم، آزاد کنیم مردم، و بعد دوباره میگه مردم خودشون میخوان آزاد بشن. آقا یعنی که داریم راه درست رو میریم، پس بریم همین مسیر رو ادامه بدیم. ولی حالا باز من این سوال رو برمیگردم ببینیم چه چیزایی باعث شده که دورمون کنه از هم، یه ذره میتونیم به اونها بپردازیم. حالا من خیلی حرف زدم، میگم که بقیه بگن، که باز اگه چیزی هم به ذهنمون رسید بگیم در مورد این. ممنون خانم محمودی گرامی. آقای شایگان در خدمت شما، بفرمایید. من عذرخواهی میکنم که خیلی زیاد حرف زدم امروز، اما دلم نیومد. با خانم محمودی کاملا موافقم و از آقای طایف هم خیلی تشکر میکنم، ایده بسیار عالی دادن. با خانم محمودی موافقم که ما باید روی افکار عمومی یه کشورهایی که توش زندگی میکنیم اثر بگذاریم و فکر میکنم این خیلی بهتره تا اینکه بخوایم بریم سرشاخ بشیم با دولت مرداشون یا رژیم هاشون، حالا هرچی. برای اینکه اینا مردم خودشون موظفن پاسخ بدن. اما در مورد من فکر کنم این تا اینجا دیگه کافیه، این بحث از نظر من دیگه کافیه، ولی میخوام برسم به حرف خانم محمودی که چی باعث شده بود که ما از هم دور شیم، چی باعث شده که ما به هم نزدیک شیم. ببینید من فکر کنم ما از هم دور نبودیم، برخلاف اون همه تبلیغ وحشتناکی که جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابستهش تو خارج از کشور، تلویزیون‌های فارسی زبان با اون، شما خودتون هم عنوان کردید، کارشناسای ریز و درشتی که می آوردن و اون چیزی که خودشون می‌خواستن دیکته می‌کردن به مردم، با تمام این اوصاف ما از هم دور نبودیم. یعنی ما مردم، من یه فکر کنم یک بارم گفتم، تو فرض کنید حوادث طبیعی رو شما در نظر بگیرید، از زلزله و سیلی که حالا تو جاهای مختلف کشور اتفاق افتاد تا همین بحث پلاسکو و متروپول یا غیره، یا حتی مثلا اعدام ها، این آقایی که اسمشو فراموش کردم که کرد بود و میخواستن اعدامش کنن،
که چه همبستگی یا نوید افکاری. حالا درسته که جمهوری اسلامی در نهایت اعدام کرد و اعدام میکنه، ولی همبستگی داشتیم ما از ابتدا. این اپوزیسیون ها و این سیاسیون هستن که همیشه با هم اختلاف داشتن، دارن و خواهند داشت. شما حساب کنید در این 43 سال که هیچ کاری نکردن، هیچ کاری نکردن. حالا یک فردی پیدا شده، به قول شما اول صحبتتون گفتین آقای اسماعیلی اومده یک حرکتی کرده، 150 تا که تو 150 تا شهر ایرانی‌ها رو به هم متحد کرده، تو خیابون آورده یا تو برلین، از همه جای اروپا و غیره و زالک اومدن اتحادشون رو برگزار کردن و تظاهرات کردن و فلان. بعد از این قضیه شما نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. دقیقا همین افرادی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن شروع کردن به جون هم افتادن که چرا فلان پرچم هست فلان پرچم نیست، چرا فلان کس هست فلان کس نیست. آقا جان اگه الان بحث ما بحث پرچمه، این که پرچم توش شیر و خورشید باشد یا نباشد اینو بعدن مردم انتخاب میکنن. این که اصلا شما میخواید سلطنت طلبی، جمهوری خواهی، فدرال خواهی، هر چی هستی مردم انتخاب میکنن. مگه من مثلا فرض کنید جمهوری خواهی میتونم بیام برای شمایی که سلطنت طلبی یا فدرال خواهی تصمیم بگیرم؟ همون کاری که سال 57 بلایی که سر ما آوردن دوباره میخوان سر ما بیارن. واسه همین هم است که من میگم اینا هیچ وقت نمیخوان حرف ما رو بشنون و نشنیدن و نخواهند شنید. اون نسل نسلیه که تموم شده، ببین ازشون باید گذر کنیم. من نظرم اینه که باید هر کدوم، فرق نمی کنه، ببین هیچ تبعیض و استثنایی هم قائل نباید باشیم، از روشون باید رد شیم. هر کی که امروز با بچه های امروز نیست، هر کی که امروز بچه های امروز داره میکوبه یا داره تحقیرشون کنه یا همراهشون نیست، باید ازش رد شیم. هر کی، حتی خود من، حتی خود شما، هر کی. بنابراین من میخوام بگم ما از اول برگردم حرف اول، از اول اتحاد داشتیم، با هم بودیم. شاید یه وقتایی یکم کم و زیاد شده، این شعله بالا پایین شده، ولی بودیم که در کنار هم. ولی این سیاسیون بودن که همیشه از هم دور بودن و چون خودشون از هم دور بودن این مرزبندی رو برای ما هم کشیده بودن، میدونید؟ یعنی میخواستن القا کنن که ما از هم دوریم. تو تلویزیوناشون اینجوری القا میکردن، همونجور که جمهوری اسلامی القا کرد که آقا کردها تجدید طلبن، بلوچان، نمیدونم اشرارن، عربها فلانن، ترکا اینن اونن. فکر کنم وقتم تموم شد، مرسی. ممنون آقای شایگانی گرامی. خانم محمودی، از قبل از اینکه شما صحبت بفرمایید من دوباره تاکید کنم روی این قضیه و یه چیز خیلی کوتاهی رو بخونم برای دوستان. برای اون قشر خاکستری که صحبت کردیم که چرا به این اتحاد نمیپیوندن، من یه متنی رو خوندم از کسی نوشته بود، اینو خیلی کوتاه براتون میگم، که نوشته سلام، مطلبی بود که احساس کردم میتونه به انقلابمون کمک کنه. من دوستی دارم که خانواده به شدت مذهبی داره که مخالف نظامن، اما از این میترسن که اگه انقلاب بشه اینا از جامعه به دلیل مذهبشون طرد بشن و مورد تمسخر قرار بگیرن، یا مثلا نتونن جایی کار کنن به خاطر تغییر شرایط جامعه. این دوست ما هم، ما هرچی میگیم به خانواده میگیم که اینطور نیست، حرفشون رو خیلی قبول نمی کنه و با وجود مشکلاتی که با نظام دارن اما از انقلاب می ترسن. من حالا ادامهش هم در واقع همینه که اینا حتی نمی دونن که چه جایگاهی در انقلاب، بعد از انقلاب، یعنی پیروزی دارن در تو کجای جامعه، آیا کار می تونن بکنن یا نه. دوستان من فکر می کنم این خیلی مورد مهمیه، ببینید، چون به خاطر که اکثرا ما تو بسیاری از موضوعاتی که بهش پرداخته میشه، چه توییتر چه رسانه‌ای بخوایم حساب بکنیم، صحبت اینه که میکشیمتون و آویزونتون میکنیم، دارتون میزنیم و به این صورت. یعنی واقعا یک ترسی به جون یک عده‌ای از همین قشر خاکستری انداختن که غالبا مخالف نظامن اما این ترس رو هم دارن و همه میگن خب بیان به مردم بپیوندن. ولی میدونین من بیشتر هدفم اینه که میگم چجوری بیایم این اتحاد رو شکل بدیم، اینه که حالا نظراتتون رو بگین، متفاوت حتما همه راجع به این که چجوری میتونیم این ترس رو در واقع از اون اکثریت که تو اون قشر خاکستری هستن که نمیدونن فردای پیروزی چه جایگاهی دارن، آیا اصلا میندازنشون بیرون، میکشنشون، اعدامشون میکنن، راجع به اون هم صحبت کنیم که
به اونم پرداخته بشه. عذرخواهی میکنم خانم محمودی عزیز، در ضمن درود دارم خدمت آقای رایی، خوش اومدید. بفرمایید خانم محمودی. من میام روی صحبتی که شما کردین و میدونم که چقدر این مسئله اهمیت داره. من اتفاقا دارم روی مبحث کار میکنم و امروز صبح خیلی درگیریم بودم که بتونم این دوستان قشر خاکستری رو پیدا کنم. توی گوشیم نگاه کردم که بهتون بگم مثلا یکی از این افرادی که دو نفر در این خصوص با من صحبت کردن از ایران، که از افرادی هستند که در ارگانهایی هم دارن کار میکنن. مثلا یکیشون در سازمان زندانها کار میکرد که میگفت خب به خاطر امنیت شغلی که داره، به خاطر بیمه‌ای که میشده، به خاطر همچین مواردی رفته داره کجا کار میکنه و اصلا معترض ناراضیه. این که فردای ایران دقیقا باهاش چه رفتاری میشه خیلی مسئله مهمیه. یا این که اطرافیان، یعنی وقتی که میپرسی از این آدم ها که آدم هایی که اطراف شما هستن نگرانی هاشون چیه، جالب بود من به برنامه تلویزیونی که میرم، خب ما وقتی که بیرون از ایران داریم زندگی میکنیم خیلی وقتا به این که داریم چی میپوشیم و اینها فکر نمی کنیم. یعنی من به من گفت مرسی که تو همیشه لباسای پوشیده میپوشی وقتی میای توی برنامه تلویزیونی. و خیلی ها یه جوری لباس میپوشن که خانواده های ما میترسن که ما اگه میخوایم انقلاب کنیم قرار مثل اینا بریم بیرون. اینا ما میگن ببین اینا میخوان بیان اینا این کار رو انجام بدن. ببین ما نمیتونیم بگیم که اینها وجود ندارن. انقدر ما بیرون از ایران بودیم یا انقدر در جمع های خودمون بودیم، انقدر این مسئله برامون عادی شده که نمیدونیم نه، بخش زیادی از جامعه ما براشون این مسئله مهمه، برای اون خانواده مهمه. نمیدونم، حالا من میگم هر کسی میتونه تصمیمی برای خودش بگیره، ولی خود من برام خیلی عجیب بود چون واقعا هرگز به این مسئله فکر نکرده بودم که الان باید چی بپوشم برم و حرف بزنم. و یه مسئله دیگه که مثلا داشت در موردش صحبت میکرد که خیلی تابوه و اینها انقدر اینها به مسائل مذهبی و دینی میگفت در موردش صحبت شده و شده اعتقادشون و شده باورشون، که اینها حتی از نمادهای ایرانی به خاطر که رسانه بوده، مدیا بوده، ما میدونیم رسانه چقدر میتونه تأثیر بذاره، اینها میگفت از نمادهایی که حتی ایرانی هم هست استفاده کنی، اینها از اونها. من دارم قشر میگم که دیگه قاطیه، یعنی از بدنه نظام دارم حرف میزنم. اگه میگفت اینها براشون ترسناکه و در مقابل این مسائل هم اینها گارد دارن و اگر شما میتونید محتوایی تولید کنید یا در رسانه ها به اینها توجه کنید میتونه اینها رو مثلا نگرانیشون رو در بیاره. میگفت اینها اینقدر مسئله مذهب، دارم در مورد شهرستان صحبت میکنم نه کلان شهرها بچه ها، میگه که وقتی در مورد دریاچه ارومیه باهاشون صحبت میکنم میگم دریاچه ارومیه خشک شده، میگه ببین بارون هم که نمیاد خشک سالی میشه، این رو هم میخواد بذارید پای حکومت. یعنی اون حاضره این رو بذاره، یعنی به خاطر آگاهیه. یعنی ما بحث محیط زیست رو که داریم، پس باید فرهنگ سازی کنیم، در موردش محتوا تولید کنیم که اون آدم فکر میکنه دریاچه ارومیه اگر خشک شده دریاچه پریشان و و و به خاطر نباریدن بارانه، و یا حتی در گام بعدی این آدم حاضر باور کنه که بی‌حجابی من و شما باعث سیل یا مثلا بارش باران شده یا سیل اومده یا خشکسالی شده، ولی نمیخواد این رو بپذیره که اون چاهای عمیقی که زده شده، اون مثلا زیست ما رو اینا زدن و به خاطر برنامه‌های اشتباهی که داشتن و هیچ چیزی اصولی نبوده، ما محیط زیستمون رو داریم توی ایران از دست میدیم و حتی ما در مورد محیط زیست نمیتونیم اینها رو قانع کنیم. پس اینجاست که اون کار فرهنگی، اون برنامه سازی، اون تولید محتواه، اون سوشال مدیای خیلی مسئله مهمیه و ما باید بهش بپردازیم. و اینجاست که اون انگشت دیگه، من اینجا خیلی سخته بخوام انگشت اشاره رو ببرم به سمت حاکمیت، قبول نمیکنه از من، میگه اصلا حرف تو غیر منطقیه. حالا من باز اگه چیزی یادم اومد بهتون میگم از صحبتام با خود همین افراد. مرسی خانم محمودی عزیز. جناب رایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. علی با درود به شما خانم محمودی گرامی، خانم بیژندی گرامی، من از و دوستان گرامی، من از زمانی که آقای شایگان داشتن صحبت میکردن تو صحبت‌های شما آمدم و بنابراین نمیدونم دقیقا جریان گفتگو و جهت گفتگو چی هست. اگر صحبت میکنم میبینید رب نداره، لطفا سریع به من بگین که خستتون نکنم.
ببینید آقای شایگان داشتن میگفتن که لازمه که اونهایی که انقلاب کردن سال 57 حذف بشن و نسل جدید کار جدید رو شروع کنه. پاسخ من این هستش که هیچ وقت با حذف هیچ مشکلی حل نشده. هیچ مشکلی. تحول در درون همه هستش که کم و بیش مشکل رو حل میکنه. یکی این. دوم این هستش که جهت حرکت رو لازمه بدانیم چی هست. از نظر من جهت حرکت از قدرت به طرف حقوقه. همه سازمان ها و تشکیلات و مردم لازمه که خشونت زدایی بکنن، یعنی قدرت زدایی بکنن، قدرت رو کنار بذارن، چرا که قدرت دشمن حقوقه و دشمن صلح، دشمن همبستگی هست، دشمن دوست داشتن همدیگه هست. اون رو از تو روابط حرف از حذف کنیم، تو خانواده همه جا، قدرت همه جا هم هست، توی سازمان های سیاسی هم هست. سال 57 که ما انقلاب کردیم، پشت سرش فراوان در ایران سازمان هایی بودن که اینها بر مبنای تضاد عمل می کردن، یا مارکسیست بودن، مارکسیست لنینیست بودن و در واقع معتقد بودن که بعد از انقلاب باید یک انقلاب دوم بکنیم، یا اونایی بودن که اصلا دشمن انقلاب بودن، ما میخواستم اون رژیم بمانه، اونا هم شروع کردن. سوم هم در درون رژیم کسایی بودن که اون بیانی رو که اون گفتمانی رو که ما باش انقلاب کردیم گذاشتن کنار و گفتن نه، اسلام ناب محمدی رو میخواییم. اونا هم خشن بودن، اونا طرفدارای حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن که طرفدار خمینی بودن و پشت سر عمل میکردن. به تدریج نمایان شد دعوای بین حقوق و قدرت. چگونه نمایان شد؟ مثل که 3 دقیقه وقت دارم، بنابراین من چند بار دست بلند میکنم که صحبتم، شما هر وقت زمان تموم شد به من بگید. مشکل پیش آمد چی بود؟ مشکل این بود که عده‌ای معتقد بودن که این انقلاب رو باید گذاشت کنار و انقلاب سرخ رو پیاده کرد. طرفدارای رژیم سلطنتی هم میگفتن نه، اصلا این انقلاب باید گذاشت کنار. اینا هم رفته بودن، اینایی که طرفدار خمینی بودن هم رفته بودن مانیفست مارکس رو خونده بودن و به قول خودشون عین خوشودن رو اونا رو بدتر بهشون جواب میدن، چنان که ارتش آمد به آقای بنیشت پیام داد که روز 1500 عملیات چماقداری و زنجیرکشی کتککاری این کمیته ها و اینا را میندازن. پس مشکل ما چی بود؟ مشکل ما مدار بسته خشونتی بود که این سه گروه با هم ایجاد کردن. از این مثلث خشونت باید بیام بیرون، از این مدار بسته خشونت باید بیام بیرون و به طرف حقوق بریم. یعنی چجوری؟ همه لازم است از اون افکاری که دارن گفتمان آزادی بدن بیرون. یعنی من که دارم با شما صحبت کنم، شما بلافاصله سوال کنید خیلی خوب، دین دینه، مرام دینه، گفتمان حقوقی چیست؟ این راه حله از همه سازمان ها، افراد و جوانایی که الان هستن. اگر جوانا هم همون راهی رو که اون سازمان ها رفتن برن، دوباره هم مشکلات خواهیم داشت. فکر نکنید که مشکل فرده یا پیری و جوونیه یا نمیدونم چون تجربه داشتن، این نیست. مشکل اینجاست که آیا خشونت زدایی میکنیم، قدرت زدایی میکنیم، قدرت رو از تو روابط حذف میکنیم که دوستی باقی بمانه، یعنی رابطه حقوقی باقی بمانه، آزادی باقی بمانه، یعنی داشتن همه حقوق باقی بمانه. این میشه راه حل. پس بر مبنای این صحبتی که کردم توجه کنید به اون مسئله هوش عاطفی که به شما گفتم. یعنی چی؟ هیجان‌های ما، ترس، نگرانی، دلهوره، نمیدونم برای شما بگم، غم، بیزاری از این و اون و نمیدونم این، خشم و شور و شعف نابجا، همه اینا رو لازمه که بهش اهمیت بدیم، نه که حذفش کنیم. اینها شروع عمل ماست، لازمه به این هیجان‌ها جهت مناسب بدیم تا احساس مناسب داشته باشیم و با این احساس مناسب بتوانیم با هم همکاری داشته باشیم. همبستگی چجوری به وجود میاد؟ همبستگی با حذف به وجود نمیاد، با جایگزینی به وجود میاد. اگر من فکر میکنم که فلانی حذف بشه بهتره، را این میشه پرهیز، این میشه یعنی اون نکنه، اون نباشه، اینو تردش کنم، این راه حل نیست، هیچ جام نبوده. راه حل این هستش که شمایی که این کارو میکنی، راه حل این گونه هم وجود داره، بهش راه حل نشون بدم.
مثال بزنم، الان دانشگاه رو مثلا به عنوان مثال دارم میبندن و الان میریزن بیرون. راه حل چیه؟ جای دیگه دنیا امتحان شده، لازم است با دانشگاه دنیا تماس گرفته بشه، نه با دانشگاه دنیا تماس نمیگیره به صورت مستقل، دانشگاه‌های موازی دانشگاه ایران به وجود بیاد، یعنی دانشگاه خونگی به وجود، مجازی به وجود بیاریم. این میشه راه حل. شما بخواید رژیم رو بترسونید لازمه که جایگزاران نشون بدید. شما نیستی که حاکم مملکتی، منم راه حل دارم. راه حل های منم حقوقی هستش. چون زیاد حرف زدم میام پایین، بعد دوباره صحبت می‌کنم. متشکرم جناب آقای رایی. من فقط جهت اطلاعتون بگم که خدمتون موضوع جلسه ما کلا عوامل اتحاد و همبستگی هست. داریم در مورد این مسائل گفتگو می‌کنیم. خب جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش می‌کنم. ممنونم و درود عرض می‌کنم خدمت آقای رایی عزیز، خوشحالیم که شما در جمع ما هستید. البته اینو من بگم که من نگفتم گروه ها حذف بشن، گفتم هر کسی که با جوانهای امروز همراه نیست باید ازشون رد شید، یعنی باید کنارشون بگذارید. اما واقعا این سوال من، البته شما اوایل جلسه نبودید، این سوال من قبلا هم پرسیدم الان هم باز می‌پرسم، که یعنی سوال در واقع نیست، نظرمه که وقتی یک انقلابی شده و این انقلاب بیراهه رفته، پس مشخصه این انقلاب یا از پایه غلط بوده یا مسیر رو اشتباه رفته، درسته؟ پس باید این موضوع واکاوی بشه. حالا بحثش اینجا نیست، بحثش جای دیگه است، ولی در مجموع اما همون افرادی که شما مثال زدی، سلطنت طلب و مجاهد و چپ‌ها و غیره و ذالک، مذهبیون و اینا، هنوز هم تو ایران هستن. مگه الان ما تو ایران هوادار سلطنت نداریم؟ داریم، زیادم داریم. مگه هوادار چپ نداریم؟ داریم، زیادم داریم. مجاهد و غیره و ذالک، همه اینا هستن تو ایران. خب فردای آزادی اینا دوباره میخوان توی ایران طلب قدرت کنن یا طلب کرسی کنن. اما چه چیزی باعث میشه که اینا مثل سابق نباید بشه؟ این که آقا یک، اولا که قانون اساسی خیلی مدون و خوبی تعیین بشه، و اینکه یک نیروی به قول من تضمین دهنده و اجرایی خوب هم در کنارش باشه. یعنی این موضوع خیلی مهمه. حالا اصلا فراموش کردم که چی می‌خواستم بگم، چون اصلا بحثم می‌خواست یه چیز دیگه کنم، ولی خب اینجا رو حالا اگه یادم اومد دوباره میگم. ممنونم. ممنون آقای شایگان، حتما دوباره علامت دست رو به من بذارید، برای من بذارید که من مایک شار باز کنم. من فقط قبل از اینکه صحبت دو عزیز رو بشنویم به یه موضوع خیلی کوتاه اشاره کنم. اون که فرمودید در انقلاب 57، چون حالا مربوط هست به این قضیه، من میگم گرایش های مختلف بود، اما اگه ما بخوایم الان نگاه کنیم دقیقا به مسئله واقعی که تو ایران داره رخ میده، اعتراضاتی که توسط دهه 70 یا 80 داره صورت میگیره، به نظر من هیچ حزب و هیچ چپ و راست و کمونیست و نمیدونم مجاهد و این چیزا هیچ کدوم دخالت تو این قضیه ندارن. یعنی اینایی هم که هستن الان، من دقیقا میتونم بهش به این حالت اشاره کنم که اینا دارن در واقع یه جوری میخوان سوار بر این انقلاب بچه هایی تو ایران بشن، چون واقعا من از بچه هایی که داخل ایران هستیم هیچ گونه حتی شعاری هم داده نمیشه که تفکر رو به این ببره که گرایش چپ داره یا راست داره یا هر چیز دیگه. و من فهم کنم این در واقع فکری که الان هست دست این گروه از سیاسیونی که حالا یا کنشگرا یا حالا هرچی احزابی که هستش، اینا همه شاید در ادامه انقلاب 57 هستش که با این تفکر هستن. خب فکر میکنم اول آقای رای دستشون بالا بود، شما رو بشنویم خواهش میکنم، بعد خانم محمودی است. ولی من عمدن دستم و هر دفعه میارم پایین به خاطر اینکه خانم محمودی سخنران هستن، ایشون بهتر صحبت کنن. اگر میخوان ایشون صحبت کنن صحبت کنن، من اگه وقتی مان صحبت میکنم. موافقین یا اینکه ادامه بدم؟ من یه سوالی چون از شما دارم، اگه اجازه بدید که من صحبت بکنم که شما تکمیل کننده باشید. من خوشحالم که شما اومدین و در جمع ما هستید، یک وزنی میدید به گفتگو. و من همواره جناب رایی هر بار که در اتاقایی بودم که شما بودین ازتون آموختم و
خیلی برای من جالب هست که اون کلید واژه‌ای که شما دارید در موردش صحبت میکنید، قدرت و حقوق، ما در هر جایی میتونیم از این فرمول استفاده کنیم و یک خروجی خوب ازش داشته باشیم. و مرسی از این که دوباره هم این مسئله رو در این اتاق مطرح کردیم. در خصوص صحبت جناب شایگان، من فکر میکنم از یک جنبه ما میتونیم اون اتفاقهایی که در 57 افتاد رو نگاه کنیم، چون من با این افراد رو از نزدیک حالا یا دنبالشون فالوشون کردم یا در گفتگوهایی باهاشون نشستم صحبت کردم و سعی کردم بشناسمشون، چون اصلا کارم این بوده، علاقم این بوده، همیشه توی این زمینه کار میکردم. من فکر میکنم این نهله‌های فکری اصلا به خودی خودشون مشکلی ندارن، یعنی افرادی در جامعه ما اینها رو نمایندگی میکنن، اونها مشکل داره. یعنی وقتی ما داریم میگیم چپ، خود به خود شما یاد یه سری افراد میرید که اصلا این افراد اصلا چپ هم نیستن، اصلا چپ هم نفهمیدن. یعنی شما راست لیبرالش هم که بگیر و همین رو باز میتونی بری از توی اون آدم ها ببینی، میدونید. و من حالا من خیلی دلم میخواد جناب رایی این رو ببینم نظر خودشون چیه، چون من خیلی نشستم پای منبر این افراد و حالا با مطالعه هایی هم که خودم داشتم دستگو ریخته در مورد یک سری مباحثی که اظهار نظر میکنن، با خودم اینطوری کنار اومدم که خیلی مهمه ما ببینیم که این جریان فکری و این نهله فکری را چه کسی نمایندگی می کند و اصلا آیا اون رو فهمیده، آیا درست اون رو آموخته، اصلا میخواد چی کار کنه. و اون مسئله باز که جناب رایی به درستی اشاره کردیم و من خیلی دوست دارم باز بیشتر هم اون رو باز کنی، در مورد این که گفتمان حقوقی شما چیست و مطمئنن این میتونه برای ما راه گشا باشه در مسیر و ادامه راهی که داریم میریم. ممنون خانم محمودی عزیز. بفرمایید جای برای در خدمت شما هست. بله خیلی ممنون خانم محمودی. همین مهمه. این گفتمان حقوقی مهمه. هر سازمانی لازمه گفتمان حقوقی، اگر من یه بار اینجا صحبت کردم ولی اگه بخوان یه بار به طور کامل میتونم بگم گفتمان آزادی یا گفتمان حقوقی چیست، اونو بعد با هم صحبت عواملش کدوم هستن. البته اگر به این شیوهی که من با شما الان دارم گفتگو میکنم قرار باشه 2 ساعت گفتگو داشته باشیم، من گفتمان رو بخوام باز کنم یه جلسه کمی، چرا که اگر هم تون 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 پشت سر هم بگم هنوز شروع نشده، تموم جلسه تموم میشه فراموش میکنید من چی گفتم، چون تعداد زیاده ولی تعداد عواملش زیاده. ولی اگر میخوایم با هم گفتگو کنیم که این روش خوبه، همین کاری که شما میکنید، یواش یواش به حداقل مثلا 2 جلسه 3 جلسه رو این بذاریم. اما چرا اینو میگم؟ برای اینکه هر کسی داخل یه سازمان میشه موظفه، مسئولیت حقوقی داره که در درون اون سازمان بمانه و اون سازمان از درون دموکراتیزه بکنه، از درون حقوقی بکنه. مثلا هیچ جا نمیشه شما گفتگو بکنید جر و بحث پیش نیاد، یه نمیدونم یه نوع تشنجی وجود نداره. تشنج نباید ترسید، گفتم هیجانا رو نباید ترسید، این شروع کاره. تنظیم اینا مهمه. چگونه؟ لازمه تو ذهن خودمون بذاریم بهترین آدما اونایی هن که حاضرن خود رو نگاه بکنن و تجدید نظر کنن تو کار خودشون. بهترین آدما اونایی نیستن که اشتباه نمیکنن. آدما همه اشتباه میکنن، جایز الخطا هستن همه انسان ها، حتی پیامبرش هم جایز الخطا است. تو قرآن خود ما داریم دیگه مواردی که پیامبر اشتباه کرده، حالا میخوان قایم بکنن نمیدونم معصوم و این بر ما، اون داستان دیگه است، وارد اون داستان مذهبی نش. پس هر کسی موظف حقوقی هست، یعنی مسئولیت حقوقی داره که در درون سازمان خود اون رو دموکراتیزه کنه، از بحث ها نترسه، از درگیری های کلامی نترسه، چون موقعی که صحبت میکنی یه دی قلدری میکنن همیشه، یه دی میخوان هژمونی طلبی بکنن، یه دی میخوان بگن با ما خود رو تطبیق بدین، و موقعی که ازشون نقد میکنید اگر نقد رو جواب داشته باشن به شما جواب میدن و اگر نداشته باشن چه کار میکنن؟ سکوت میکنن. شما بهترین نقد رو کردید، بهترین عمل رو انجام دادید، توی سازمان اگر به نفعش نباشه سکوت میکنه میره یه موضوع دیگه، یا اصلا این بده. لازمه آدم ها با همدیگه پاسخگو باشیم رو همه مسائل. میشتبیم مثلا فلان کس پوتین پوشید کردستان رو نمیدونم سرکوب کرد، فورا سوال کنی آقا این رو لطفا اثبات کن،
کسی که ادعا میکنه لازم اثبات کنه. برای اینکه من صد بارم اگه نشون بدم، فیلدوهاشم بیارم، ویدیوهاشم نشون بدم، قبول نخواهد کرد. چرا؟ به این علت که فکر کنه درست فکر میکنه. صادقانه هم ممکنه فکر کنه درست فکر میکنه. بس لازمه که توجه داشته باشیم تفاوتی که دموکراسی و استبداد در این زمینه داره. در دموکراسی هر کسی که تهمت میزنه، هر کسی که ادعایی میکنه، لازمه خودش اثبات کنه. در استبداد اون کسی که یک تهمتی به زده میشه بیچاره باید خودش اثبات کنه. تمام وقت خودش رو بذاره که اثبات کنه، آخرام به نتیجه نمیرسه به خاطر اون طرف اصلا نمیخونه یا اصلا توجه نمیکنه یا میخواد برنده خودش رو نشون بده. پس میگم که از گفتمان قدرت به طرف گفتمان آزادی بریم، یعنی این تحول در ما به وجود بیاد که خود رو برنده نخواهیم بدونیم. چیز رینگ بوکس که نیستش که با هم تبادل نظر کنیم، نقد کنیم، نکات مثبت و منفی همدیگر رو ببینیم و اونها رو که نقد میکنیم توجه داشته باشیم، پاسخگو باشه، نه اینکه فرار کنه بره. این روش جواب میده. شما اگر یک هر مجلسی هم الان در آینده تشکیل بدید یا همین الان هم توی محله ها اینا اگر بخوام گفتگو بشه بره جوان ها و سنهای بالاتر، همین مشکل با دوباره پیش میاد. یه دی میخوان هژمونی طلبی کنن. اینو لازمه حلش کنیم که ما از گفتمان حقوقی به طرف گفتمان آزادی میریم، از خود شروع میکنیم، از گروهی خود شروع میکنیم، از خونه شروع میکنیم و این راه حله. این راه حله. و توجه شما رو به یه نکته دیگه جذب میکنن. موقعی که راه حل پیدا میشه میگن راه حل نیست، بعد دیگه اونایی که راه حل نیست رو میخوان راه حل کنن. کسی که آمده تحقیق دانشگاهی کرده، تحقیقات یک آکادمیک کرده، راه حل اقتصادی رو پیدا کرده، راه حل نمیدونم برای شما بگم جامعه شناسانه رو پیدا کرده، نمیدونم راه حل روانشناسانه رو پیدا کرده، بگیم راه حل نیست بی خود میگه، خب بعد راه حلی که نیست رو میذاریم جاش دیگه، مشکل ما اینجا مشکل برای ما پیش میاد. این گفتمان و این جهت از حقوق به طرف قدرت رفتن، یعنی از گفتمان تقابلی بیرون آمدن و به گفتمان همدلی رفتن و در این گفتمان راحل همدلی مرتب راحل رو پیدا کرد، برای که انسان راحلی آبه پیدا میکنه راحل رو. پس موقعی که شما میبینید که یک کسی اصرار میکنه، اصرار میکنه، اصرار میکنه که این گونه بود و اینا، حالا یا مثلا اینجوری شد و دیگه نیست، جوابش پاسخش این هستش که همه چی تدریجی پیش میره، تحول هم تدریجی پیش میره. شما تحول از خودت شروع کن، جای دیگه هم تحول شده. مگه نمیبینی الان نسل ما تو این 40 و چند سال چقدر تحول کرده؟ مگر این جوانای ما توی همین خانواده ها بزرگ نشدن؟ مگه توی این مگر الان همین الان در ایران یک مشکل بزرگی رو وارونه شده که هم خوبه هم بده. قبلا موقع جامعه سالم باشه جوان فرار میکنه از خونه، میره بیرون دنبال آزادی میکرده. در ایران ما عکس شده، چون بیرون آزادی نیست، تو خانواده ها پدر مادرها بر بچه‌شون آزادی یه مقدار خلق کردن. دیدیم ندیدید مگه مهسا امینی توی خونه خودش داشت بیچاره می‌رفتید، مادرش هم داشت تشویقش میکرد. قبلا اگه سالم سالم بود می‌رفت تو دیسکوتک و با دوستای خودش اینجا هست. برای این چی؟ برای این که یه جامعه سالم پدر مادر بدترین سنگ صبورن برای بچه. بچه حاضر نیست پدر مادر سنگ صبورش بشن، از زور ناچاری رفتن به خونه، یعنی شو میده پدر مادرم تحول کردن. خیلی ممنون. میام پایین تا آقای شایگار اگه صحبتش یادشون اومده باشه گوش میکنن. ممنون از شما. بفرمایید آقای شایگار، خواهش میکنم. ممنون آقای رایی عزیز، واقعا همیشه استفاده میکنیم از صحبتهای خوب شما. من یادم اومد که در مورد خانم بیرجنی در مورد افراد مذهبی داشتن صحبت میکردم، من خواستم در مورد اون صحبت کنم که اصلا بس رفت یه جای دیگه. و همکارمونم اینجا خانم هانیه یک مطلبی رو نوشتن که باید باشون بحث کنیم که متوجه شن. البته افراد مذهبی رو زیاد واقعیتش نمیشه باشون بحث کرد، فقط تو مسائل فرهنگی باید ریز به ریز آهسته آهسته به نظر من گام به گام باشون پیش رفت، همراهشون شد و آهسته آهسته اینا رو به یک سمتی بکشون آدم که یکم نه اینکه تغییر کنه، یعنی ذهنیتش یکم از اون ذهنیت بسته در بیاد، چون معمولا افراد مذهبی افرادی هستن که ذهنیت یکم بسته تری دارن دیگه. اینو میخواستم بگم و همین دیگه. آره مرسی.
یعنی اینکه آقای شایگان در واقع راه حل داشتین برای این قضیه که چه کمکی میشه کرد به این قشر خاکستری که حالا جمعیشون مذهبی هستن، یه چنین چیزی؟ نه. مایک بدم خدمتون، بفرمایید. مرسی. من البته گفتم قشر خاکستری رو نمیشه واقعا همراه کرد، حداقل تو شهرهای بزرگی مثل تهران. من اینو یه بار گفتم، خب متاسفانه این قشر خاکستری هستن، ما هر کاری کنیم اینا هستن، تا زمانی که اینا مطمئن نشن که آیا 90% رژیم جمهوری اسلامی سقوط میکنه، اینا همچنان هستن دیگه. حالا تو جاهایی مثل استان کردستان، خب اونا یک روش دیگه ای دارن که گفتم بهتون روشش چیکار میکنه، ولی خب واقعا تو تهران هم چیزی یکم محاله به نظر من. خب به هر حال خیلی فرق میکنه، تفاوت داره. آها اینم راستی تا به میکروفون دادیم بگم، آقای رای راجب نسل امروز ما یه بحث کوچیکی کردیم قبل از اینکه شما بیاین، که نسل امروز درون اینترنت و درون دنیای ارتباطات آزاد به دنیا اومد، یعنی به محض اینکه چشم باز کرد اینترنت در اختیارش بود و دنیای ارتباط آزاد رو داشت، یعنی اطلاعات خیلی زیاد مدام بود در اختیارش، در صورتی که مثلا نسل من به زندگی وارد شد این اینترنت و دنیای، و نسل قبل‌تر که شما هستین که اصلا نبود اون موقع. به هر حال این یه تفاوت خیلی عمده‌ای بود. مرسی. ممنون آقای شایگان. بفرمایید آقای رایخ، در خدمتتون هستم. علی خیلی ممنون. ببینید این مسئله انقلاب در واقع ارتباطات و اطلاعات از طریق اینترنت، حرف شما صحیح است، اما یه مشکلی هم پیش آورده و اون اینه که با یک اقیانوسی از اطلاعات مطرح میشیم که بعد پیدا کردن توش مشکل میشه. لازمه که توجه کنیم که چگونه این اطلاعات رو ما میتوانیم سره رو از ناسره تشکیل بدیم. راهش هم این هستش که ما عقل حقوقی خودمون رو، معیارهای عقل حقوقی خودمون رو بشناسیم. برای چی؟ برای اینکه حتی خدا هم بدون معیار نمیتونه تشخیص بده. پس لازمه موقعی که میگیم من این گونه فهمیدم، توجه کنیم بر اساس کدوم معیارها این گونه فهمیدم. اگر این معیارها حقوقی باشن، همون یعنی وفادار به اون طبیعت خودمون باشیم و تمام معیارهای حقوقی رو در نظر بگیریم، اون موقع میتوانیم بگیم که چرا من این رو خوب دیدم، اون رو بد دیدم. این همه اطلاعاتی که پخش میشه رو دیدیم. یک نکته در مورد مذهبی، ببینید جلوی شما یه مذهبی مثل من نشسته دیگه چه بهتر از این که با خود من که مذهبی هستم صحبت کنی. من مذهبی به شما میگم دین سنتی ما نمیتونه جوابگو باشه. در دین سنتی ما، شیعه و سنی هر دوش، راه‌حل‌ها تطبیق ندارن با نیازها، دلیلش که کار نشده. حتی عرفان ما هم راه‌حل‌ها رو، همینجوری که یه بار اینجا صحبت کردم، راه‌حل‌ها رو پیدا نکرده. پس و طرد دین هم جواب نداده جای دیگه، حتی در ایران خودمون جواب نداده. در دوران شاهنشاهی پهلوی میخواستن دین رو حذف کنن و به جاش ایدئولوژی ترقی و نمیدونم مدرنیزاسیون رو، به جای مدرنیته مدرنیزاسیون رو بیارن، که حالا شاه میگه من این آزادی ها رو میدم و نمیدونم اینا دست به آزادی دادنی نیست که یه جا بده یه جا ندیم، این رو خود جامعه به دست بیاره. انقلاب مشروطه ما چی میگفت؟ انقلاب مشروطه ما حاکمیت مردم جای حاکمیت شاه گذاشت. قانون اساسی مشروطه به میزان زیادی شاه رو تشریفاتیش کرد. قبل از ما انگلیس ها این کار کردن دیگه و ما هم دنبال این را کردیم از همون مدل. پس بنابراین ما از زمان مشروطه آمدیم حاکمیت مردم رو خواستیم و خواستیم شاه فقط سلطنت کنه، حکومت نکنه. ولی بعد که آمدن دین رو بذارن کنار، نتونستن، در اینکه با مردم مقابل شدن، دوران پهلوی، هم رضاشاه هم محمد رضاشاه، و همونایی که میخواستن با دین رو بذارن کنار خودشون چسبیدن به دین. 50,000 مسجد درست کرد برای ما، و زمانی که ما انقلاب کردیم همه بلنگوها بسته بود جز یه بلنگو. کدوم بلنگو بود؟ بلنگوی مسجدها. از همونجا انقلاب شد. پس کنار گذاشتن جواب نداد، از جمله در خود ایران. در شوروی سابق به معنی که اتحاد جماهیر شوروی افتاد، مردم رفتن طرف کلیساها. ولی جایگزینی دین جواب میده.
کاری که ما کردیم. ببینید ما چه کار کردیم. دهه 60 میلادی علی شریعتی و ابوالحسن بنی صدر با هم در پاریس ملاقات کردند. عهد کردن با هم که مطالعه کنن روی اسلام، ببینن اگر به درد نمیخوره بذارنش کنار، اگر میشه یک گفتمانی در آورد که به درد جامعه میخوره قبولش کنیم. تحقیقشون در زمینه اجتماعی و اینا علی شریعتی کار کرد، در زمینه حکومت هم آقای بنی صدر کار کرد. به این نتیجه رسیدن که گفتمان آزادی، گفتمان حقوقی در دین قرآن وجود داره و میتوان اون رو ممنوع قرار داد و دین سنتی رو نقد کرد. پس میبینید که این رایی که من دارم با شما صحبت میکنم، فکر نکنید من اومدم چون دلم میخواد اینجوری با شما صحبت کنم، صحبت کنم. کار شده، 70 سال کار شده، کار رو نوشته شده، متاسفانه خوانده نمیشه. چرا به شما میگم دو سال اول انقلاب رو سانسور میکنن؟ بلکه تمامی دعواهای بین اسلام سنتی و اسلام رنسانس در اسلام، تحول در اسلام شده، اسم رو زمانم گذاشتن همین رنسانس، انقلاب اسلامی یعنی همین رنسانس در اسلام، تحول در اسلام، انقلاب یعنی تحول در اسلام. اون موقع اینو گفتن سال هم 58 روز عمر که نوشتن، سوال کردن چرا اسم انقلاب گذاشتین رو، چی پاسخ داده شد؟ نه، الان تو سایت ما هم نگاه کنید هست. پس تحول دینی امکان پذیر هست، ولی با حذف دین نه، با رنسانس، تجربه پذیرفته شده و قبول شده و به نتیجه داده اروپا رو ما خواستیم در ایران پیاده کنیم، همه افتادن رو سر ما. چرا بین حالا خود ما هم اشتباه کردیم، اشتباهی که کردیم که به خمینی اعتماد کردیم، نباید اعتماد می‌کردیم، اونم مثل همه باید امتحان می‌کردیم. فکر می‌کردیم دو تا اشتباه بزرگ کردیم، یکی اینکه فکر می‌کردیم که این چون مرجع تقلیدی دروغ نمیگه، عهد خودشو نمی‌شکنه که شکوند. دومی نسل که فکر می‌کردیم اگر یک روحانی جلو نیفته مردم رو نمیشه جمع کرد. بعد از اینکه گروگانگیری سفارت امریکا در تهران اتفاق افتاد و مردم یک سال بعد از انقلاب به خمینی پشت کردن، تازه متوجه شدیم پس بدون پشت تکیه کردن به روحانی ما میتونیم مردم رو متحد کنیم. دو ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری شد، مردم به همونایی که مخالف خمینی بودن رأی دادن، یعنی خمینی گفت انقلاب دوم گروگانگیری، رأی دادن به اون. تازه اینجا ما دوزاریمون تازه اینجا افتاد. پس میبینیم که اینو به تدریج ما میریم جلو. یک ادیت اشتباه تجربی میکنن، یه ادیت اشتباه مرامی میکنن. اونایی که اشتباه تجربی میکنن اشتباه خودشون میتونن تصدیق کنن، اما اونایی که اشتباه مرامی میکنن مرتب روی همون مرام خودشون دیگران رو نقد میکنن، برخورد تضادی میکنن. من خوبم، دیگری بده. منیکیسم یعنی همین، این جبهه هست، این جبهه، من خوبم، این بده، مرتب میکنم. این منیکیسم در مبنای تمام ایدئولوژی های غیر حقوقی هستش. موقعی که شما بر حقوق نایستین، لاجرم گرفتار ایدئولوژی ها میشین، جنگ 72 ملت پیش میاد، نه به این علت که بدن اون آدم ها، اصلا ایدئولوژی خودش راه حل نداره. گفتمان تا حقوقی نباشه راه حل نیست، یعنی گفتمان حقوقی تنها راه حل انسان هست. چرا تنها راه حله؟ برای این که طبیعی ماست، طبیعت ما اینجوری ساخته شده، ما از این طبیعت خودمون نمیتونیم فرار کنیم. به واسه رابطه حقوقی میایم بیرون، میافتیم توی رابطه غیر حقوقی. پس برای گرامی خیلی عذرخواهی میکنم واقعا وسط فرمایشتون، میدونم این بحث ادامه داره، اگر که اجازه بدید، چون دقیقا حالا یه 10 دقیقه هم داریم تا پایان جلسه، خانم محمودی رو بشنویم، بعد دوباره مجدد صحبت شما رو ادامه میدیم. ممنونم خانم محمودی، بفرمایید. خواهش میکنم. درود مجدد خدمت همه دوستان. برای من جالب بود که من اولین بار بود که متوجه شدم جناب رایی یک مذهبی هستن و خب این خیلی جالب شد و من فکر میکنم که جا داره که اینجور مباحث ادامه پیدا کنه و خود من مطمئنا خیلی مسائل دارم در مورد هم این انقلاب، هم تحلیل هایی که خودم میکنم یا مینویسم رو خیلی دوست دارم هم جناب رایی بشنوم و نظرشون رو بگن و این دیدگاه ها در مقابله هم فکر میکنم جالب بشه. ببینید، در این که انقلاب اسلامی، یعنی انقلابی که در 57 ما داشتیم، یک انقلاب ایدئولوژیک بود، یک انقلاب مذهبی بود، شعارهاش مذهبی بودن، گروه های مذهبی مختلف بودن و همه اینها هیچ شکی نداره. خب ولی الان در انقلابی که الان داره اتفاق میفته که شعارش زندگی آزادی هست، من یک یادداشتی نوشتم و این تحلیلم رو حالا اگر
دوست داشتید میتونم لینکش رو بدم که بخونید و خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. تحلیل خود من در این یادداشت این هستش که چشم افراسیاب حکومت‌های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران مسئله زنان هستش و اینجا در این یادداشت که حالا من یک چکیده کوچولویش رو خیلی کوتاه میگم، این مسئله است که یک دینی مثل اسلام همواره به همواره هر آن چیزی که ازش بیرون اومده زن ستیز بوده و باعث تبعیض شده و اون متنی که متن قرآن بوده، هر آن چیزی که از درونش در اومده و همواره توی اون آیه ها و اون قرآن ما با این مسائل روبرو بودیم که زنها یا با حقوق یا بی حقوق بودن یا اگر حقوقی داشتن نصف حقوق مردان بوده، زنان در مسائل سیاسی نمیتونستن شرکت کنن و مثلا اگر ما الان مثلا توی تصمیم گیری‌های مهم سیاسی در ایران اگه شورای خبرگان ما مثلا 88 عضو داره، زنان نیستن، زنان نمیتونن مجتهد باشن، زنان نمیتونن توی مجمع تشخیص مصلحت نظام برن، زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن، زنان بر شهادتشون نصف مردها هستن و و و و, و همه اینهایی که ما بارها بارها داریم در موردش صحبت میکنیم و زنها ناقص العقلن و همواره مذهب و مذهب اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران در این 43 سال در این دمیده و این تبعیض سیستماتیک و این سرکوب سیستماتیک رو روی جامعه زنان داشته. اما از دل این مسئله چه چیزی بیرون اومده؟ زنان ما اومدن کم کم با مبارزاتی که کردن تونستن آموزش ببینن و اینها تونستن شیرین عبادی ازش بیاد بیرون، مریم میرزاخانی بیاد ازش بیرون، چیزهایی بیاد ازش بیرون، یعنی چیزهایی خروجیهایی ما در جامعه و در دنیای مدرن داشتیم و به واسطه اینترنت و دیجیتالیسمی که اومده دیدیم که در کشورهای دیگه زنان رهبر میشن، در کشورهای دیگه مثلا زنها رئیس جمهورن، زنها میتونن کارهای دیگه بکنن. متوجه شدیم که این یکی از مسائلش میتونه همون مسائل محیطی باشه، یکی از مسائل دیگه‌اش میتونه اون مذهب و اون دین باشه. و برگردیم، اگر برگردیم به اتفاقی که در غرب افتاد و نقش گالیله رو که من اینجا نقش زنان رو در جامعه ایران در حال حاضر و کاری که با دین میکنه و کاری که این من رنسانس میدونم و حالا من اون جایگزینه رو زن میدونم، فکر میکنم برای گذار از این اون چیزی که شما گفتید، حالا باید البته بهش فکر کنم به این مسئله چون اینجوری توی مقالم بهش فکر نکردم. وقتی که گالیله میاد، گالیله نه به عنوان یک شخص که من بخوام گالیله رو علم در نظر بگیرم و با نظریه‌ای که میده، نظریه‌ای که مقابل هزاران هزار سال صحبت‌های کلیسا بوده، اقتدار کلیسا رو میریزه به هم و غرب، یعنی وقتی میگه خورشید دور زمین میگردد، این با علم تونست این اقتدار هزار ساله کلیسا رو در هم بریزه و بعد از اونم یه سری انقلاب‌های سیاسی و فرهنگی اتفاق افتاد که توی آمریکا و توی فرانسه بود. و حالا ما اگر برگردیم به شرایطی که در ایران داریم، ما میدونیم که با حکومت جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم که اون تحت هیچ شرایطی این رژیمی که ما اگه بخوایم بگیم هر چیزی رو بذاریم روی میز احتمال داره بتونیم باهاش مذاکره کنیم، من فکر میکنم اینجا دیگه قابل مذاکره نیست. یعنی این دین، یعنی حکومت اسلامی و در اسلام مسائل زنان قابل مذاکره نیست، چون بعد از اون هم حتی مطهره قرة‌العین رو داشتیم که اومد رفت توی مسئله اجتهاد. ما دیانت بهایی رو داریم و اون مباحثی که در دیانت بهایی است که اگر شما بگید حالا ما بخوایم چینج بدیم اسلام رو، که من میشناسمش به درو، یعنی اصلا مباحثی که در دیانت بهایی هست رو دقیقاً میشناسم و آشنایی کامل دارم باهاش، ما اون رو هم داریم حتی با خودمون. خب و اینجا من، یعنی من شراره میام میگم که، یعنی اگر دارم میدمم در بحث جنبش زنان، میگم جنبش زنان تیری رهایی بخش از جنبش زنان و از مسئله زنان رها شده که میتونه بر قلب حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بخوره و اگر این باعث رهایی مردم ایران بشه، میتونه باعث رهایی زنان در افغانستان، خاورمیانه و میتونه در آسیای میانه بشه و ما واقعا آزاد بشیم.
یعنی آزاد بشیم از این استبداد دینی که همواره باهاش روبرو بودیم و واقعا اذیتمون کرده. و اینجوری هست که من میام و بولد میکنم شعار زن زندگی و میگم این چسبه و اون حلقه گم شده میتونه، چون هممون دنبال اتحادیم دیگه، دنبال یک سری راه حل‌هایی هستیم برای گذار، و میگم این میتونه یک مسئله باشه که ما وقتی میذاریمش روی میز اصلا قابل مذاکره نیست و میتونیم باهاش عبور کنیم و همچنان میتونیم خب جامعه جهانی رو هم روی بحث برابری جنسیتی، روی بحث حقوق بشر، روی خیلی مباحث با خودمون همراه کنیم و این مبحث رو ببریم جلو. و بچه هایی که در خیابان هستن، قبل از اینکه شما بیاید که من گفتم همون 5-6 نفرشون صحبت کردم، هم اونوری هم اونوری، برای من جالب بود، این تکراری هست برای دوستان، که اینها میگفتن ما از 12 سالگی، یعنی یه پسر 16 ساله میگفت من از 12 سالگی با بینگ بنگ آشنا شدم و من رفتم این مباحث رو مطالعه کردم و دوستای مسلمونی هم دارم که اونها هم اصلا به برابری اعتقاد دارن، به حجاب اعتقاد ندارن. شاید اسلامی که ما در ترکیه داریم میبینیم و اون حالا بحث وجود داره، یعنی این نسل اصلا برای خودشون همون دهه 80 ها مباحث اینطوریه. حالا من خیلی شلختم رو پرزنت کردم و گفتمش که من در کانون دفاع از حقوق زنان حتما این یاد داشتم رو سعی میکنم بازش کنم و بهش بپردازیم، یعنی موضوع سخنرانی من خواهد بود این مقالم، و اونجا اگر شما باشید خیلی خوب میشه که این رو بازش کنیم و من این رو جمع‌بندی کنم. میخوام بگم که الان من همواره دارم با خودم فکر میکنم، امیدوارم این بار رستم بمیرد، سهراب نمیرد، خب، و این بچه هایی که در خیابانن و انقدر مدرنن و انقدر مدرن فکر میکنن، این دغدغه ها دارن، با نسخه ای از شریعت، اصلا از چیزهایی که شما دارید میگید منو ترس، من تو دلم خالی شده، من احساس ترس کردم و برای همین شروع کردم پشت سرم بیوقف حرف زدن، چون احساس میکنم که نکند چیزی رو از ما بگیرن که نسل من هم ازش عبور کرده و بخواد نسخه ای باشه برای این جوانان و جوانان. صرفا بخواستم نظرم رو بگم و اون تابویی که توی ذهن منه، اون ترسی که توی ذهن منه، و توجه شما رو جلب کنم به مسئله عموم پرانی در ایران و باز برگردم به اون مسئله کلیسا و گالیله و این مدرنیتهی که ما میتونیم باهاش شاید زندگی بدون اصلا نسخهی به نام دین یا اگر باشد در گوشه خانه باشد پیش ببریم. ممنون خانم محمودی عزیز. جفرایی بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. فقط اگر که محبت بفرمایید تو 5 دقیقه صحبت شما رو بشنویم، سپاس گذارم. بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم محمودی. من از قضا همینو میخوام، من میخوام که از اول گفتم، من میخوام هیجان‌ها مبنای شروع کار باشه، احساسات تنظیم بشن تا فکر استراتژیک داشته باشیم. شما موقعی که از دین این دلهرور داریم به من میگین، من نه تنها ناراحت نمیشم، نه تنها مغرب نمیشم، بلکه دوست دارم که اینا رو بشنوم. اصلا چرا؟ جلوی شما کسی نشسته که این کارا رو کرده، این ترسا رو داشته، نمیخواسته که زن نصف مرد باشه، از توی اسلام میخواسته نصف زن، برابری زن و مرد رو بگیره. به عنوان مثال آیه 1 سوره نساء رو نگاه کنید، زن و مرد برابرن، از همان آیه 1 سوره نساء رو نگاه کنید. پس این نصف زن بودن و این بازی ها توی نمیدونم شهادت نصف زن نصف مرد است، دروغه. الان من 2 کتاب اینجا براتون میذارم در مورد این که زن اصلا در قرآن چگونه بهش نشان میشه که اینها، این آخوندا، این اسلام سنتی بهش توجه نکرده، و عدالت در مورد زن و مرد، اصلا کل عدالت، یادتون باشه بهتون در جلسات مختلف گفتم با تنبیه مخالفم، من هر تنبیه مخالفم، اعدام که سر جای خود، اصلا با هم جریمه کردنم موافق نیستم. چرا؟ مطالعه کردم رو اون چیزی که بهش اعتقاد دارم که اگر لازمه بریزمش دور، و اگر سالمه حتما حقوقی باشه، اگر نباشه ولش کنم. پس من به شما اینو میگم، همه ما انسان‌ها اگر نتوانیم گفتمان حقوقی از اون ذهن خودمون داشته باشیم، لاجرم بهترمون رو بذاریم کنار. حالا میخواد دین باشه، میخواد ایدئولوژی باشه، میخواد هر چی،
من چطور میتونم به شما بگم که منی که دینی هستم قبول میکنم که مرد باید زن رو بزنه؟ آیه 34 سوره نساء. چجوری میتونم اینو قبول بکنم به عنوان یه مرد؟ این زن کیه؟ مادر منه دیگه، همسر منه دیگه، خواهر منه دیگه، بعد دختر منه دیگه. من چجوری میتونم اینو بپذیرم؟ اگه میپذیرم نشون میده که توجیه کنه، عقل توجیه من روش کرده. پس من این دوتا کتاب الان براتون میذارم، اینو بخونید. این دوتا کتاب از پربیننده بعد با هم روی این میتونید ساعت کنید، مقاله شما رو بفرستید من بخونم. این گفتگوها گفتگوهایی که لازم داریم. پس اگر دین، دین اسلام، مسیحی، هر دینی آمد تبعیضی رو پذیرفت، پاسخ این است که هر تبعیضی جرمه، هر تبعیضی، و تبعیض رو نباید پذیرفت. آمد یه جایی این یکی بیشتر میفهمه، اون یکی کمتر میفهمه، پس بین اون رو لازمه بذاریم کنار. پس دین طبیعی ما که حقوق هستن، این معیار ما، میزان ماست و نمیتونیم از این استعفا بدیم. حالا به اسم دین نمیدونم اسلام، دین مسیحی یا فلان ایدئولوژی، نمیتوانیم از طبیعت خودمون بیرون بریم. برای اینکه از طبیعت خودمون که بیرون بریم چی باقی میمانه؟ نیستی. از توی حقوق که تمام هستی حقوقی هست نمیشه رفت بیرون، با لازمه بمانیم و تبعیض نمیشه پذیرفت، برای اینکه حقوق تبعیض توش نیست. حقوق نه کهنه شدنیه، نه جدید و قدیم داره و نه اینکه تبعیض توش هست. پس موقعی که با شما من صحبت میکنم، موقعی که میشنوید یه کسی میگه که این دینش این گونه است ولی خودش قبول نمیکنه، این احتمال تو ذهنتون بذاره که یا توجیهکاره اینکه داره راست میگه. این احتمالی که داره راست میگرم حذف نکنید که حتما این توجیه داره میکنه، متعصب اینجوری داره صحبت میکنه. به شما گفتم دیگه، ما کار کردیم روی این دین خودمون، دین خودمون هم کارمون هم ارائه دادیم، سانسور هم شده. پس بنابراین با من میتونی راحت صحبت کنید، هر چی دلتون میخواد بگید. بگید تبعیض توش هست، زن این گونه چیز میشه، مورد در واقع تغییر میشه، همین رو به من بگید، من بهشون پاسخ میدم. نتونستم پاسخ، اگر پاسخ دادم دیدید توجیه دارم، خب خیلی خوب راحت بهتون میگم که من این چیزها رو داشتم، بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم، یا اینکه میتونم بهتون پاسخ بدم. پس عقل نقاد جدا از عقل آزاد ما، عقل طبیعی ما نیست. چگونه؟ پاسخگو باقی ماندن، یعنی من نقد میکنم شما پاسخ بدین، شما نقد میکنین من پاسخ بدم و فرار نکنم برم وسط کار، همینجوری که الان گفتم. صحبت میکنید، تمام مسائل رو براش قشنگ باز میکنید، فرار میکنه میره یه موضوع دیگه، این مشکل پیش میاره. بس بنابراین یکی از مشکلات بزرگ ما ایرانی ها چیه؟ یکی از مشکلات ما بزرگ ایرانی ها این است که همواره نصف کار کارو ول میکنیم، بحث میکنیم نصف است، راه حل ها هم که میریم تا تای تجربه نمیریم و هر دفعه دوباره از اول شروع کن، دوباره از اول شروع کن. مثال گالیله زدیم، خوشحالم. اگر دین یا مرام یا هر مجموعه اعتقادات نتونه با دین همکاری بکنه، خیلی خب، یکی از این دو تا مشکل دارم. اگر دین نتونه، اون دینی که من دارم در واقع نتونم بپذیرم که این تحقیق علمی مورد پذیرشه، قبول شده، خیلی خب، پس دین خودم دیگه اینجا فایده نداره، برای قرار نیست اینا دشمن هم باشن، اینا کنار هم با پیش برن. مثال بزنم برای شما، دین میآید میگوید تحول شده از نمیدونم از انسان، از ذرات و سلولا همینطور شده حیوان و از تو حیوان هم انسان در اومده. خب این تحقیق دینیه، تحقیق علمیه، میتونه مورد تردید قرار بگیره از نظر علمی یا نگیره. من نمیتونم بگم که این، چون من شنیده ام که انسان از آدم و حوا به وجود آمدن، بنابراین تئوری رو رد میکنم. بی خوده فورا علمیه جواب میده اون آدم و حوا از غذای اون به وجود اومدن. پس میبینیم که راحت با هم صحبت کنیم، اما موقعی که داریم با هم صحبت میکنیم، اون کسی که جلسه رو الان خانم بیژندی داره اداره میکنه، لازمه جلوی تشنجا رو بگیره، اما جلوی نقد و نقد کردن ها رو نگیره. یعنی من اگه دارم با شما صحبت بیاریم، از شما با هم راحت بریم صحبت میکنم، شما راحت حرفاتون رو زدیم، منم زدیم. اگر من بخوام به شما توهین بکنم، اون زمان مسئول جلسه مسئولیت پیدا میکنه، جلوی توهین رو بگیره، جلوی چیز شخصیت رو بگیره، ترور شخصیت رو بگیره. اما اگه من شما راحت داریم با هم صحبت می‌کنیم، مشکلی هم پیش نمیاد، میتونیم ادامه بدیم، مشکلی نیست. یکی از ما دوتا ممکنه یه جایی نتونه دیگه جواب بدیم، احتیاج به وقت داره، بسیار خوب، پس وقت میذاریم بعدا با هم دوباره صحبت میکنیم. ولی
پس بنابراین دوستی اصلا راه حله، توی همین مسائل اعتراضات و مشکلات اجتماعی ما راه حله، همواره راه حل دوستی. به جای دوستی چه کار میکنن؟ شراکت رو میذارن. شراکت دوستی نیست، یه دی با هم شریکن و میخوان در مقابل یه دیگه وایسن. در صورتی که با هم موقعی که دوستی میکنیم یعنی میخوان بر روی همین حقوق وایسن، یعنی به طبیعت خودمون میخوایم وفادار بمانیم. وفادار ماندن به طبیعت خود راه حله. ما موقعی که طبیعت شما به عنوان زن چرا میپذیرید که یک دینی به شما شما رو تغییر میکنه؟ خب نباید بپذیرید، شما سالمید از بدن میپذیرید. در اینجا گفتم یک صحبت، شما نبودید، خانم نبودید، اسکات پیک روانشناس امریکایی است که بسیار از عقاید شما قبول دارم، یه حرف جالبی میزنه، میگه غیر مذهبی ها از مذهبی ها مترقی ترن و انسان های والای روحانی، یعنی واقعا انسان هایی هستن که روحی آمپاتی دارن، اونا هم از غیر مذهبی ها بالاترن. پس اکثریت مردمی که خودشون رو دینی میدونن میتونن عقبتر باشن از غیر دینی، برای که شما جرأت میکنین روز رو ببینن، اونا جرأت نمیکنن. مرسی، خیلی ممنون، متشکر از صحبتهای خوبتون جناب آقای. خب خانم مهبودی، قبل از اینکه شما صحبت کنیم من فقط یه بار بپرسم اگر دوستان دیگه تمایل دارن الان صحبتی کنن، صحبت پایانی داشته باشن، بشنویمشون. در غیر این صورت شما محبت بفرمایید جمع‌بندی کنید. ممنونتون میشم، صحبت پایانی شما رو میشنویم. سپاس خانم بیرجندی عزیز. خب ما امروز در مورد اتحاد و همبستگی صحبت کردیم، از مرگ مهسا گفتیم، از تجربیاتمون صحبت کردیم، از اینکه چه چیزهایی باعث شد که ما به هم نزدیک بشیم، همراه بشیم و این مسئله رو پیش ببریم. سلوشن های مختلفی دوستان دادن، برای من بسیار جلسه آموزنده‌ای بود. مرسی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و مرسی خانم بیرجندی از مدیریت خوبتون امروز و مرسی که من شهرواره رو تحمل کردید و جناب رایی بسیار نکاتی که گفتید رو هم من با کمال میل شنیدم و خیلی خوب میشه حالا حتما در جلسات بعدی که به این موضوع خواهیم پرداخت. حالا خانم بیرجندی شما هم به من بگید، من شرکت کنم این موضوع که حتی بحث مثلا توی این صحبت هایی که ما از اول تا الان در مورد مسائل مختلف کردیم، همه داشتیم لبخند میزدیم و همه به به و چهچه بود و هیچ مخالفتی نبود. وقتی که این مسئله دین اومد، یعنی میگیم که یه چیزی ما رو به هم نزدیک میکنه، یه چیزی یه ذره تنش به وجود میاره و به قول شما هیجانی ما رو میکنه، ولی خب این دلیل نمیشه که ما در موردش صحبت نکنیم یا ندید بگیریمش یا از همون قشر خاکستری که داریم صحبت میکنیم که میخوایم با خودمون همراه کنیم، همون قشری هستن که خب مسائل دینیشون، اعتقاداتشون براشون مهمه و اصلا یکی از نگرانی هاشون اینه و دلیل همراه نشدنشون با ما، و شاید همچین گفتگوهایی، همچین گفتمانهای خوب باشه. و اینکه برای خود من یک چیزی که خیلی هم الان مسئله هست این که کدام گفتمان و کدام صحبت ها اولویت داره و الان لازمه که توی این زبان ما مطرح کنیم و در اونها بدمیم و کدوم ها رو بذاریم برای فردای آزادی و اونجا در موردش صحبت کنیم، مذاکره کنیم، کارهای فرهنگی کنیم، پرزنت کنیم و خیلی چیزای اینطوری. یعنی چیزی که باعث میشه خود من، حالا شما گفتید هیجان زده شدید، یعنی واقعا دیگه مطمئنن هر کدوم از ما داریم طیفی از جامعه رو نمایندگی میکنیم و اینها هست، اینها وجود داره، ولی مسئله چیزی که هست که ما بتونیم اون به اون دموکراسیه، به اون در کنار هم بودنه، به اون آزادی بیانه، اون چیزهایی که همش داریم در کانون دفاع از حقوق بشر میآموزیم و یاد میگیریم و تمرینش میکنیم، این رو بتونیم زندگیش کنیم، در کنار هم مسالمت ها نیست و تحمل کنیم، بشنویم همونی. مرسی، ممنونم. مرسی از شما خانم مهبودی عزیز، از صحبتهای خوبتون جناب رایی گرامی و تمامی عزیزانی که تو این جلسه حضور داشتن و مشارکت کردن. خب من جلسه امروز رو که توسط کمیته پژوهش برگزار شد در تاریخ 16 آبان 1401 برابر با 7 نوامبر 2022 با موضوع عوامل اتحاد و همبستگی در اعتراضات سراسری داشتیم که مهمان برنامه خانم شهرار محمودی عزیز بودند و عواملی که کمک کردند در برگزاری این جلسه
مسئولین ضبط صدا و ادمین ها بودن. سرکار عذرخواهی میکنم، جناب آقای حسن حمزه‌زاده، جناب آقای مجید قادری نژاد و جناب آقای فرشاد عربی. من هم سمانه بیرجندی هستم که در خدمت شما بودم و ختم جلسه رو ساعت 20:12 به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. سپاسگزارم مجددا و همه شما رو به خدا میسپارم.